اما دیشب یه اسپیس مهمی به نظر من این عقب افتادای مارکسیس اسلامیست داشتن دعواها شدید بود توشون نزدیک پنج ساعت بود جز محدود بارایی بود که من اسپیس این دلغک رو گوش کردم منتها چون دعواها جذاب بود گوش کردم مرسی آقای امانوئل از در حقیقت 500 اسپیسی که اینا فکس زدن 24 دقیقه شو آماده کردم که آنالیز کنیم اسپیس پرتنه شیلی شب بود و طبق پیشبینی هایی که من داشتم افرادی که خارج از منطق داعش و خارج از منطق طالبان به هر نیت دیگری نیت شخصی برای گرفتن پول یا نیت سیاسی چون بعضا خود ما که تو اون پنج سالی که نزدیک نظام شدیم یک نیت سیاسی داشتیم نیتمون این بود که آقا ما بریم یک معامله ای بکنیم جامعه یه مقدار فضا بهتر بشه و البته ما چون در اپوزیسیون شانسی نداریم قدرتی نداریم و اپلیکیشن ایران پرستی رو روی گوشی موبایل اپوزیسیون آنچنان نمیتونیم نصب کنیم چون این گوشیاشون قدیمیه جریان اپوزیسیون کلاسیک رو دارم عرض میکنم ما بیایم رو موبایلی که جمهوری حسابی داره اگه بشه اپلیکیشن ایران پرستی رو اونجا دست کنیم و گام به گام به عنوان جریانی که امروز قدرت میدانی نداریم پرچم صلح و ببریم بالا نزدیک قدرت بشیم قدرت اطمینان قدرت رو به خودمون جلب کنیم و در کنار قدرت برای خودمون شبکه سازی کنیم و جریان خودمون احیا کنیم یکی از الفباهای ابتدایی سیاسته یعنی کسی که بخوان کار سیاست بکنم و البته من غلط بکنم که دیگه کار سیاست بکنم شو من کار حزبی رو که سال 2014 تموم کردم از سال 2014 دیگه کار حزبی نمی کنم فعالیت سیاسی سی می کردم در فضای بستر رسانه و بعد از کشتن محسا امینی دیگه من غلط بکنم در همین بستر فضای رسانهم کار سیاسی سی کنم و از اتفاق محسا به امینی به این و چنان تو گوشی خوردم یک سیدی حقیقت دیگری خوردم در کنار هزاران سیدی حقیقتی که تو زندگیم خوردم و به این نتیجه رسیدم که صرفا کار عقیدتی کنم بگم لعنت بر حسین تموم شده دارم. این کار عقیدتیه یعنی وارد کار سیاسی دیگه نمیشم چون بعضی دوستان همچنان امیدوار هستن به من پیام میدن آقا استراتژی سیاسی داریم نه از از من بکشید بیرون امیدانا در دنیای سیاست تموم شده و فقط و فقط امیدانا در حوزه عقیدتی رو دیگه تعریف میکنه چون تو بازی سیاسی منم آدمش نیستم میدونی من آدم احساساتی ام یه دفعه تو فضای سیاسی دیگه چهار تا بچه رو بکشن ادامه مسیر سیاسی رو نمیتونم بدم بعد بعد بیام اینجا اشک آبقوره بریزم اینا و سری بشکنم و قاطی کنم اما من برایشم گفتم هر کسی با هر نیتی با هر نیتی نیتی که میخواد پول بگیره میخواد نه مثل ماها یه کار عقیدتی بکنه با یک خانش دیگری تلاش میکنه بره یک جایی باز کنه در خود نظام با هر نیتی که میره سمت نظام جمهوری اسلامی به بنبست خواهد رسید هر خانشی جز خانش طالبان جز خانش داعش امکان نداره حیات داشته حتی هیچ حیاتی نمیتونه حیات آزمایشگاهی هم نمیتونه داشته باشه در کنار جمهوری اسلامی وارتان مرسی استیگر هیچ امکانی وجود نداره که شما بتونید در کنار جمهوری اسلامی با هر نیتی یا مثلا من نیتم نیت چیزی بوده نیکی بوده در راستای مسئله کشور بوده به خاطر وطن بوده ما بگیم آقای علیزاده به خاطر پول رفته مهم نیست بحث بر اینه که تو باید خانش طالبانی و داعشی داشته باشی بیرون اون نمیتونی حتی اگه یک چپ عقب افتاده مثل علی زادم باشی من این پیش بینی رو ابتدا کردم گفتم آیا علی زاده شما نمیتونی امکان نداره اصلا من بر بر اگه بتونی ادامه بدی با جمهوری اسلامی بنده ریشامو اینجا جلوی دوربین میخواهم زد تموشو <تصفح> رو یعنی برای 22 سه اصل 80 اولی مونم که زندان بودم دیگه اصل 80 هم همون سال اول کاری جدی سیاسی من گفتم زندان با حزب نیست. یعنی الان 23 سال من تو این فضا امکان نداره کسی خانش داعشی و طالبانی نداشته باشه و بتونه حتی برای پول خارج از این کانتکت با جمهوری اسلامی ادامه بده چون جمهوری شما پول هم میگیری بالاخره باید بتونی کارتو انجام بدی دیگه وقتی که جمهوری اسلامی کارهایی میکنه که تو امکان نداره دیگه بتونی ازش دفاع کنی خب نمیشه دیشب اسپیس علیزاده تنشش برای همین بود یعنی علیزاده تو گوشی های سنگینی خورده تو واقعیت دیشب هم, هم اعتراف کرد و من اشتباه کردم از سال 95 به این سو فقط صرفا داشتم جامعه رو میکوبیدم غیره یک بخشی از اون حرفهای شبیه به منم زد البته خیلی مونده این آدم چون میدونید در ذاتش یه کینه ای از اجتماع ایران داره به خاطر نداشتن دوست دختر مناسب به خاطر نداشتن رفیق خوب به خاطر سرخوردگی هایی که از جامعه ایرانی به هر شکلی که داشته یا هر داستان دیگه ای که تو زندگیش بوده این آدم از جامعه ایران متنفره اما دیشب جلسه جالب بود که تعدادی از مارکسیستا و اسلامیستا افتاده بودن از دوستان صمیمیش مثل پریسا نصرآبادی که دعواشون هم شدید شد افتاده بودن به جون علیزاده و تلاش میکردن که کل روند شکست جلیلی رو بخوان دوباره ببرن تو مهاق و دلایل غیر از اون چیزی که جلیلی واقعا طالبانه بگه و این پنج ساعت خیلی برای من جالب بود این بود که افرادی که بیشتر یا تحصیل کردن مثلا این آدمی که کنارش میبینی که حالا صحبت اولیه که هوادار گشت ارشاده در مونیخ آلمان زندگی میکنه و دیشب خیلی مثلا صحبت های دانشگاهی میکرد برای اینکه چرا باید گشت ارشاد باشه فکر کنید صحبت کاملا اکادمیک میکرد دانشگاهی میکرد و معلوم بود که تحصیلات دانشگاهی داره و با تحصیلات دانشگاهی داشت توجیه میکرد گشت ارشاد و میگو باید باشه و خودش در مونیخ زندگی میکرد من این آدم رو سرچ کردم دیشب دستیار استاد دانشگاه در دانشگاه مونیخه اسمشون محسن فیروزیه دوستانی که در مونیخ هستن این آدم به خاطر حمایت از تروریسم به خاطر حمایت از گشت ارشاد میتونن پیگیری کنن من وقتشو ندارم زمانشو ندارم ولی به معرفی دارم میکنم یعنی دفاع جانانه از تروریسم گشت ارشاد داشت میکرد دیشب به هر حال ولی این خیلی نکته جالب بود که میخواستن زاده رو توجیه کنن که نه مردم نمیفهمن زاده میگه آقا شما وقتی یه کاری میکنی همه همه چی رو نمیتونی بگی که کار دو میخواستن تو راستای جنگ هیبریدی جنگ هیبریدی خودش یک جمله غلطی است و دیشب سر واژه جنگ هیبریدی هم اینا دعواشون شد بارها که دیگه علیزاده گفت آقا گندشو در آوردید همه چیزو به هیبریدی هیبریدی میبندید اساسا خود واژه جنگ هیبریدی واژه غلطیه چون جنگ از دیرباز تاریخ هم من گفتم هیبریدی بوده دیگه شما نیروی هوایی داری نیروی زمینی داری نیروی اطلاعاتی اینا مجموعه اینا میشه ترکیب دیگه جنگ هیبریدی یعنی ترکیب شما مثلا در دوران گذشته از سوار داشتی پیاده نظام داشتی تیرانداز داشتی نیزدار داشتی افرادی داشتی که پرتاب مثلا نجاز یگان منجنیق پرتاب کن بودن همه اینا میشه این ترکیب این میشه چی؟ میشه جنگ ترکیبی اصلا اساسا این واژه جنگ ترکیبی جنگ اصلا جمله غلطیه من این جمله حتی هر کی اختراع کرده واقعا ما رو سر کار گذاشته حالا با این توصیفات بریم ببینیم صحبت اینا چی بوده من فکر میکنم برنامه امشب طولانی باشه از اینجا به بعد حوصله کنید چون مهمه اساسا بحث آزادی های اجتماعی و آزادی اینی که داره صحبت میکنه محسن فیروزی دستیار دانشگاه در مونیخه که داره گشت ارشاد را تئوریزه میکنه اساسا بحث آزادی های اجتماعی و آزادی و هجاب اصلا اولویت جامعه ایران اولویت اکثریت جامعه ایران نیست خب میگه بحث هجاب اولویت اکثریت جامعه ایران نیست یعنی اول از همه صورت مسئله رو داره پاک میکنه من یه توضیح بدم این بخشی که جدا کردم دارم پخش میکنم پر تقطی زدم به خاطر که بتونیم که به بخش مهم بپردازیم تقطی زیادی زدم اما در امانت داری تقطی زدم یعنی تقطی نزدم که منظور حرفشون عوض بشه اینو خواستم به خاطر که چیز بد باشیم دیگه یه جورای صادقانه بعد کار انجام بدیم مخاطب بدونه که من این صدا رو با تقطی دارم پخش میکنم ولی تقطی در اصل خود چیزی که گفته شده در ماهیت چیزی که گفته شده امانت دار بوده و چیزی رو تغییر نداره فقط تقطی در راستای اینکه کوتاه‌تر بکنیم بتونیم که بکنیم انجام شده و به نظر میاد که هم بر اساس مرک... آمار مرکز مجلس و هم بر اساس نظر سنجی دقیقت سیما که فکر کنم بعد از مناظر دوم منتشر شد که حالا یک نظرسنجی فکر کنم شیش گذینه بود در نظرسنجی خود مرکز پریش مجلس که هشتم و نهم تیما انجام شده فقط پنج درصد چار و نیم درصد جامعه ایران اولویت اولشون برای انتخاب دولت آینده و رئیس جمهور آینده در حقیقت گفتن آزادی های اجتماعی و آزادی هجاب خب ببین صورت ما... میگیم چرا یا باختن دیگه دانشگاهیاشون که مثلا استادیار دانشگاه مونیخه داره صورت مثلا به گونه پاک میکنه میگه ما نظر کردیم آمار گرفتیم فقط 5 درصد براشون حجاب اجباری و اینا مثلا دغدغه است و رأیشون بابت حجاب اجباری است دقت کنید چرت داره میگه اصلا نیاز به آمار اکثر جامعه ایران از ترس جلیلی که گفتن میاد گشت ارشاد و پیاده میکنه رفتن رای دادن چون اصلا مسئله پزشکیان که تفلک هیچ وعده اقتصادی هم که نداده که که به خاطر وعده های نداده اقتصادی آقای پزشکیان برن رای بدن دیشب علی زاده با همه بیشورگری که داره این قضیه رو فهمید یقی اینا رو میگرفت دیشب علی علیزاده جای درست سری بود ولی من چیزی که دیشب متعجب بودم به یکی از هم گفتم گفتم من تعجب میکنم این افراد دانشگاهی هن خیلی هاشون. چطور میتونن اینقدر عقب افتاده باشن این حرفا رو بزنن آدم یاد فیلم واقعا سرگذشت ندیمه میفته سرگذشت ندیمه واقعا سریال جذابیه که تو اونجا نشون میده حکومت گیلیاد و یه عده افرادی که تحصیلات کردن همون خانومی که خانم اسمش چی بود که اونی که در حقیقت جز جنبش گیلیاد بود خودش هم میاد و کتابهای زیادی برای حکومت گیلیادی می نویسه ولی وقت حکومت گیلیاد خودش محکوم میشه که حرف نزنه یه انگشتش هم قطع میکنن که کنار شخصیت اول به این سریال پای پای اون شخصیت اون سریال ها داستان های داره یعنی افراد دانشگاهی دیشب داشتن میگفتن که گشت ارشاد مهمه ولی مردم اصلا برایشون گشت ارشاد همه ما گشت ارشاد رو میخوان ولی مردم به خاطر اقتصاد و اینا اینجوری شده یعنی بحث طالبانی آقای جلیلی رو داشت صورت مساله رو پاک کرد و یه نکته مهمی که اینا باید پاسخ بدن اینه اگر اکثر ملت ایران طرفدار گشت ارشاد و حجاب اجباریان چهار تا نماینده اصولگرای پوفیوز شما چرا تو بوق کردن نکردن که من اگر بیام وعدم اینه گشت ارشاد رو پیاده میکنم من اگر بیام یک دختر بیهجاب نمیتونه تو خیابون را بره مگه نمیگی مردم دنبال اینن خب اگر مردم دنبال اینن تا بعد بیای بگی من گشت ارشاد میارم من هجاب اجباری میارم که مردم به رأی بدن اما وقتی که ازت میپرسن تو گشت ارشاد میاری هجاب اجباری میاری و قبلا آوردی مثل آقای زاکانی میگی من نکردم دروغ نگید یعنی واقعیت جامعه رو خودتون میدونید یعنی توف به روی شماها بیاد که تو اروپا نشستید دانشگاهی هم هستید و این حرفای مزخرف رو میزنید و صورت مسئله رو پاک میکنید جامعه رو گیج ببین علیزاده و این افرادی که در کنارش نشستن خوشبختانه بیننده یا آنچنانی ندارن ولی همون اندک مخاطب مذهبی که البته بخشش هم سایبریست یعنی اینا بیشترشون لایکشون اینا همه سایبریست واقعی نیست جامعه واقعی نیست به مانند برنامه رو است ولی اینا با در حقیقت خلط مبحث و تف دادن و پیچوندن مسائل جامعه رو گیج میکنن ببین این خودکار افتاد زمین تموم شد اینا نمیگن خودکار افتاد زمین آی بعد ببینیم که رانش زمین چقدره این چیه آب و هوا چطور بوده این جوهرش چه مقدار جوهر داشته تو این خودکار که ما میزان بگیریم چجوری اینا اینجوری داستانشون دارن ما رو میپیچونن کامل دارن ما رو میپیچونن اشتباه نشا اون 3000 سمپلی هم که مرکز پرش مجلس گرفته دقیقا در بین کسایی است که هم رای میدن و هم رای نمیدن که فکر می کنم نرخ مشارکت رو 52 درصد باشه آقای ببخشید شما چون شما, شما ریاضی خوندید مثل من اینجا یه خلط مپس خیلی جدی داره انجام میشه من تو توییت هم قبلا دیدم اونجا بهش پاسخ ندادم چون من با بچهای مرکز مدرسه سنجی متا در ارتباط نزدیک هستم جلیل یعنی محکم نمیدن حرف بزنن قانون چون قانون که در واقع گشت طرح نور رو گشت بیرون کرده قانونی که آقای محت... ببینید قا... قا... اگه بحث قانون البته من بعید میدونم مشکل دوستان قانون باشه حالا اینجا خیلی مهمه ایشون میگه که یه زمانی شما شاید با یه قام... با مثلا با یه از یک سری از قانونا مشکل داره اینا با اصل قانون حجاب مشکل دارن آیه محسن فیروزی میگه و میگه خیلی بده من میگه البته من میدونم که بچه‌ای که اینجا خدای نکرده کسی نیستش که با حجاب اجباری مشکل داشته باشه گوش کنین این حداقل دوستانی که دورو گشتیشتر بیرون رو کرده قانونی که آیه محسن ببینید قا... 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 اگه بحث قانون میدونم مشکل دوستان قانون باشه یعنی دوستانی که حالا نمیخوام بگم خدای نکرده همه دوستان ولی حالا برخلاف دوستانی که تو استیج تشریف دارن مثلا مشکلشون بس قانون نیست همه چیزا یعنی اینکه این قانون است یا قانون میگن قانون بده این اصلا نباید باشه ببین جملهش خیلی سنگینه تو همینجا به عنوان یه آدم دانشگاهی توی مونیخ جمله خیلی سنگینه میگه نه اینا ب... البته ب... نمیخوام جسارت کنم بگم همه ولی بعضی از دوستان اینجا با اصل قانون مشکل دارن خدای... من خدایی ولی نمیخوام خدای نکرده بگم همه خدای نکرده نمیخوام بگم همه خدای نکرده نمیخوام بگم با همه این جمله دیشب خیلی تو ذهن من رفت که داری میگه خدای نکرده نمیخوام بگم همه مخالف حجاب اجباری هن. تو این آدم در آلمان مدافع حجاب اجباری خب هر لغمه لقمه تو آلمان چیکار میکنی خیلی جمله سنگینه من برام این چیزا خیلی مهمه که ما با چه حرام لقمه طرفیم یعنی اصلا بس توی بود قصه هر, پر، نور، در زمانی اجرایی شد حالا خلاف نظر برخی دوستان من فکر میکنم زن زندگی آزادی اصلا یک پدیده خودانگیخته و ارگانیک نبود حالا میگه زن زندگی آزادی یک پدیده ارگانیک نبوده اصلا که پدیده خودانگیخته و ارگانیک نبود اصلا خود سه بار تکرار میکنم یک پدیده ارگانیک نبود سه بار میگه میگه سه بار میگه که زن زندگی آزادی یک حرکت طبیعی و ارگانیک نبوده که تو بستر جامعه اتفاق بیفته خب معلومه شما پیاده کردی شما دختر مردم رو به صورت مصنوعی رفتی دستگیر کردی خب یک پدیده کاملا مهندسی شده بود و یک پدیده بود که در حقیقت حداقل سه سال از, از کنفرانس هرتسلیا دسامبر 2019 روش 20 2018 ژانویه 2019 روش کار کرده بودن. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش <متصفح> <وارد جزئتش> بشم نمیخوام وارد جزئیاتش <متصفح> بشم اسنادش هم موجوده اسنادش هم موجوده <متصفح> <مصفح> خب ببینیم اینجور ببنی. اینجا رو دوباره بعد گوش کنیم یک پدیده کاملا مهندسی شده بود و یک پدیده بود که در حقیقت حداقل سه سال از از کنفرانس هرتزلیا دسامبر 2019 روش 2018 ژانویه 2019 روش کار کرده بودن حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم همیشه هم الان بعد از زنگ دو سال گذشته همیشه اینا اطلاعات زیادی دارن همشون هم میدونن که زن زندگی آزادی در یک کنفرانسی به اسم کرمچاله در خدا میدونه کجای دنیا در کدوم ایالت آمریکا چهار نفر حالا نشستن میخوان یه بودجه بگیرن احتمالاً از بنیاد هاتسون از بنیاد جوج سورس حالا از هر کی بالاخره چیزو جلسه زیاده دیگه هر کسی میتونه بشینه چهار نفر یه حرفی بزنه چهار نفری شاید یه جایی توی ایالت آمریکایی فلان نشستن گفتن که ما ایران رو از طریق زنان باید انقلاب کنیم اینا رو یه حرفی زدن اوکی بس بنابر اینکه یک جلسه ای در یک ناکجا آبادی در یک کره زمین که هیچ وقت آدرسش رو دقیق نمیدن همین الان اینی که گفت سری گفت سه گفت خیلی نامفهوم گفت من بارها با صدای آرومم گوش کردم درست نفهمیدم سه تا کنفرانس گفت 2018, 2018, 2018. ببخشی 2019 گفت ببخشید 2019 بگو 2020 سه تا آدرس داد به ما سه تا آدرس ناکجا آباد در سال 2018 2019 2020 کنفرانسی در ناکجا آباد کره زمین برگزار شده که برنامه چیده بودن تو ایستگاه حقانی خانم محسن امینی رو بگیرن و خانم محسن امینی هم خودش خودش رو بکشه اینا همه برنامه استعماره حالا همه اسنادش هم همیشه میگن موجوده موجوده ولی هیچ وقت ارائه نمیدن آیه محسن فیروزی عیزم بنده در کمال احترام شما رو دعوت میکنم اسنادتون که ثابت میکنه اتفاق زن زندگی آزادی نقشه دورول بیگانه بوده رو برای ما تو برنامه رو دست بید ارائه بدید آقای مکس فخرایی اومدن تو برنامه ما مخالف من بودن دیدید که من چقدر محترمانه اجازه دادم حرف زدم بفرمایید تو برنامه صحبت کنید آخ نمیشه بعد دو سال همتون هم اسناد یا اسناد اینجوری هم دارن محسنمینی قیافش اون نبود که او انقدر لختی بوده خب عکسش نشون شماها نه که نشون نمیدید نه به خاطر اینکه خانواده‌اش ناراحت نشن عکسش دختر طرف کشتی برات مهم نبوده ناراحت میشه عکسش نشون بدی الان ناراحت میشه عجب مرسی وارتان بابت استکه این. این هم یه نکته جالبیه اما بعدش دعوای این علیزاده با پریسا نصرآبادی خیلی جذاب بود اسنادش هم وجوده اصلا اینجا سوال, سوال, سوال علیزاده خیلی جالبه ازش ببین چهجوری علی علیزاده رو میپیچونه من گفتم همین تصویر اصلا تصویر کن دروغین باشه اصلا همه چی. شما فکر میکنید این تصویر طالبانی از جلیلی و تصویر فمینیستی طرفدار حقوق زنان و لیبرالی از پزشکیان هیچ تأثیری در نتیجه نهایی انتخابات داشته یا نداشته ولو؟ به نظرم سوال علیزاده خیلی مشخصه میگه تصویر طالبانی که جلیلی درست شد که البته طالبانی هست حالا ایشون میگه درست شد آیا تأثیری در نتیجه انتخابات داشته یا نه پاسخ این آقای محسن فیروزی رو گوش کنیم هیچ تأثیری در نتیجه نهایی انتخابات داشته یا نداشته حالا به نظرم حالا باید سوال در برای پاسخی که یک پاسخ حسی و ملموس داشته نیاز به داده داریم تا بله پاسخ داشته ما برای پاسخ به این که پاسخ حسی بخوایم بدیم باید یه سری دیتای ملموس داشته باشیم خب ولی حداقل اون چیزی که از فضای مجازی من برداشت میکنم یه سامپل کوچیکی از اطراف میگیرم از اطرافیان خودم خب اون چیزی که از فضای مجازی من برداشت می‌کنم یا یه حسی که از اطرافیان خودم استنباط میکنم خب به نظرم اون پیوست رسانه ای. به نظرم اون پیوست رسانه ای نگاه کنی چرت پت داره جواب میده سوال علیزاده روشنه داره چرت و پرت ما با این جماعت طرفیم از سوال میکنی جواب نمیده به صورت اکادمیک داره میپیچونتت <تصفح> به صورت راهبردی داره میپیچونتت من خوب گوش میکنم هروم لقمه های زنازاده شماها نمیتونید یه حرف حتی دانشگاهیاتون نمیتونید یه حرف درست بزنید مرسی پاندی که پشت این قصه وجود داره در ایجاد اون چهره حالا چه بچسب چه نچسبه به مراتب قدرتمندتره و به مراتب در کار کرد، کار کار میکنه من, شما فلز... زبونت مثل آی من نمیفهمم ببین تو چیکار کردی علی علیزاده که بدتر از تو صحبت میکنه علی علیزاده که در حقیقت بزرگترین تئوریسین رب دادن شقایق عزیز با گودرس خان هست این میگه من حرف تو رو نمیفهمم یعنی ببین تو چی کار کردی محسن فیروزی علی علیزاده که ته مهملگوس، ته در حقیقت مزخرفگو و ته در حقیقت حرفای نامربوط به همدیگه و وضع کردن نامربوط ها به یکدیگر و از شنگ هیبریدی ساختن و غیر و ایناست این دیگه نفهمید تو چی میگی پشمام همینجا پشمام یعنی دیشنگ اونا علیزاده میگه من نفهمیدم تو چی میگی تو باید خوش که علیزاده میگه نفهمیدم حالا چه بچسبه چه نچسبه به مراتب قدرتمندتره و به مراتب دقت کار میکنه کار کار. من, من کار به شما زبونت مثل جلیلیه من نفهمم. خب پفیوز هرم لغمه تو که این میگی زبونت مثل جلیلیه من نفهمیدم تو که حرفای جلیلی رو نفهمیدی آشقال برای چی رفتی به جلیلی رای دادی؟ <متش> فقط به خاطر چی میخواد چی رو, رو کنی چون دیدی که بدنه اجتماعی مخاطبانت عقب افتادای مذهبی هوادار جلیلی تا روز آخر هم وایساد ببینه که هواداران بدنه اجتماعی مخاطبان برنامهش طرف کیه اگه طرف قالیباف هن روز آخر میومد میگم من به قالیباف رای میرم چون اون مخاطبش از دست مخاطب یوتیوبش از دست داده دید که هوادار جلیلی هم به جلیلی داده در حالی که خودش میگه میگه من نمیفهمم جلیلی چی میگه چقدر شما حسین آزاده اید به خدا هر جور حساب میکنم توف دروتون <laughs> پشم یعنی ما با این آشغاله من بعد میگم آقا اخو چرا اخوندا دارن رو ما حکومت میکنن آقا نگاه کنید ازا اصلا باور کردنی نیست انتخاباتی که به طور حالا م... پریسان اسرابادی حالا میاد تریبون میگیره من از وسطاش گذاشتم 20 دقیقه توضیح میده که آقا بله اگه جلیلی برنده نشد فلان نشد ال نشد تو جنگ هیبریدی و فلان و اینا همه چی رو به هم وصل میکنه که زن زندگی آزادی هم که تو جنگ هیبریدی علی ایران بوده کشدار مردم بلوش توی داستانم که الان خود بخشی بدنی از نظام قبول کرده این خانم قبلا در حقیقت هوادار حزب کومولو در حقیقت تجزیه طلب پانکوردو و الان هم که رفته کنار نظام و اینا این خانم قبول نمیکنه کلی از این داستان میگه و همه چی رو با یک جمله میپیچونه الان من فهمیدم جنگ هیبریدی اصلا ابدا پریسا خانوم بوده که آقای این یارو علیز مولا علیز از پریسا خانم گرفته بوده چون تو این دعوا اینجا بیان میکنن الان دعواشون میشه که این پریسا هر چیزی رو مثل استاد کرمچاله هست همه چی رو میفرسته سر فراماسونرها و اینا جنگ نفوذیا ها فراموسنرها. اون میفرسته اونجا به ما آدرس میده اینا همه چی رو آدرس میدن به جنگ هیبریدی که من هنوز که هنوزه بعد از این همه مطالعه هر چی فکر میکنم جنگ هیبریدی خدا چه سیغه ایه اینا کردن تو پاچه همون. جنگ اصلا در ذاتش هیبریده بعد این همه چی رو میگه آخو... این در راستای جنگ هیبریدیه یعنی من شاشیدم به شما و امام حسینتون و اون جنگ هبریزیتون یعنی با آدم باورش نمیشه بعد دیگه علیزاده قاطی میگه یعنی این کار به کجا رسیده ببینید بالاخره یارو پول میگیره هر چی میگیره من گفتم علیزاده به هر حال داره چون تو وسط داستانه دیگه تا کجا میتونه خودشا به بی شعوری بزنه یه جا آدم واقعا یه حد ایستایی دیگه یه حد یقه وجود داره دیگه دیگه علیزاده براشون قاطی کرده گوش کنید مشخص انتظار مردم تقلب بخوان مصر بازی چون نظر سنجی که شما میگید بعد بر اساس جلیلی نفر اول باشه با فاصله زیاد the proof of pudding is in its eating خب بالاخره اثبات شی در وجودشه دیگه اگه این حرفایی که شما میزنید آقای فیروزه هم عین همین حرفا رو میزد ما وجود. آقای میکنم. علیزاده تقلب یعنی چی این نظر سنجی اول... نبتر... 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 چه اتفاقی افتاده که آقای جلیلی برنده نشده الان سوال که با این نظر که آقای جلیلی هم به همشون ارجاع بحث معیشت بحث مسائل دیگه پس چرا نتیجه جواب به, به علی مختلفی داره این دلایل مختلفی داره این یکی تا یکی از دلایلش ممکنه این باشه که خود آقای جلیلی نتونسته خیلی خوب برنامه ها و در واقع پروژه اصلی و اولویت های خودش رو ارائه بکنه واسه افکار عمومی که این یکی از نقاط ضعف ایشون در استفاده از رسانه بود و ارتباط با مردم ایه... همه چیز ربط میده به جزی که آقا مردم از جلیل ترسیدن که این آقا هم طالبانه واقعیتش هم همینه مردم به بی برنامگی آقای مسعود پوزیده پارسا خیلی بخش طولانیه نمیتونم اون اکس نشون بدم فعلا حالا اگر رسیدیم چون بعد به محرم شنابی هم داریم مردم به مسعود پوزیده به بی برنامگی مسعود پوزیده رأی دادن که به برنامه های طالبانی جلیلی نبگن یعنی از ترس این که گفتن جلیلی طالبان است و واقعا هم طالبان بود دخترش هم حتی نفرستاد عکس زنش هم ورداش همه این مشاهدات که مردم دیدن ترسی نه خانم دیگه که طالبانی مهم نیست جهرام یه پرت گفته آفرین اینجا علیز داره اونا هی میگن آقا مسئله طالبان اینا مهم نبوده مردم به چیزهای دیگه رأی دادن رفتن به سمت پزشکیان مثلا سیاست خارجی برجام فلان آقای علیزاده میگه خب اوکی اگه این قضیه یه طالبانی مهم نیست چرا شما بهتون انقدر برخ گیتیه که اگه بر میگن آقا این واژه طالبانی رو گفتن رأی رفته حالا یه جا دیگه نمیتون قبول کنن چیز دیگری میگن علیزاده دوچار یه تناقض شده اینجا و داره بهشون میگه پس اون تاثیر تو نتیجه انتخابات نداشته ببین این نظر سنجی که من میگم مال حتی قبل از اینه که کاندیداهای نهایی مشخص شده باشن که چه کسانی تایید صلاحیت شدن این نظر ما در مورد نظرسنجی صحبت کردیم که نظرسنجی بسیار گمراه کننده بود چون گفته بودن اگر میتونستی فقط یک موضوع رو انتخاب کنید. یعنی اگه به من میگن که تو بین آزادی و غذا انتخاب کن من میگم غذا ولی وقتی غذا رو خوردم میگم حالا آزادی هم میخوام خب این من چون با طراحان نظرسنجی صحبت کردم گفتم این نظرسنجی گفت ما گفتیم فقط یکی باشه در نظرسنجی بعدی گفتیم چند تا مورد انتخاب کنید بعد نتایج متفاوت میشه بعد میگن آقا هم غذا رو میخوایم هم آزادی رو میخوایم هم شما بهش سیاست خارجی بازو میخوایم و غیره بله بس خوب من شما... سر اولویت ولی دیگه ولی شما الان شما به رندوم توی خیابون به مردم بگی آقا مشکل اصلی ما این مملکت چیه مثلا میگن تورمه میگن مشکل اقتصادمونه میگن مشکل خونه نداریم میگن احسن. کار نداریم در مورد تورم درست صحبت کنه آقا جلیل در مورد گوشت و مرغ باشه و چرا بهش رأی دادی ولی یه نکته مهمی هم که وجود داره اینه که بله مردم که اصلا حجاب اینا برشن. اینا اگه من میخوام میگم مردم براشون حجاب مهم نیست ولی خب معلومه بس برای شما خیلی مهمه که مملکت رو به اینجا رسوندید یعنی این بخشی که نظام به خاطر حجاب حاضر شده خودش رو تو خطر امنیتی بذاره رو نمیخوام ببینه از زن زندگی آزادی هم صرفا این جماعت دارن صورت مسئله رو پاک میکنن و دیشب علیزاده برای اولین بار بود که یه اعترافاتی کرد که داره اشتباه میکنه که این واقعیت ها رو نمیخوام ببینن. اصل داستان بحث حجاب زنگ زندگی آزادی یعنی اینجا خیلی بحث مهمیه و این مسئله رو تا کجا میخوای صورت مسئله رو پاک کنی خانم پریسا من نمیدونم واقعا اون یه بحثه اون نقدایی که آقای جلیل در موردی که نمیتونه برنامه خودش رو درست فرموله بکنه و به زبان مردم و همه فهم و به زبانی که کاملا بتونه در کنار اولویت این مقابله دیگه است من دیگه هم که مهمه میخوام بگم دو در قیاب دو قطبیه, قطبیه معنادار بر سر معیشت در به اینکه اون اولویت اول رو مردم نفهمیدن واقعا جلیلی بهتره یا پزشکان رفتن سراغ اولویت دوم سوم چهارم خب آیا فکر نمی‌کنین که خیلی گفته آقا ما که نفهمیدیم یا کدومشون به نفع فقرا و هستن حداقا اون یکی دوستا رو ضرر نمی‌زنه این یکی ممکنه بزنه ما نمی‌دونیم ولی ممکنه بزنه آیا این برای شما معنادار نیستش حالا ببینید آخه من اصلا ما یه جوری هم من داریم صحبت خیلی خیلی حرف علیز اینجا درسته میگه اصلا مردم میگن ما مطمئن بودیم که پزشکان تو سرمون نمیزنه به سر زنامون نمیزنه ولی گفتن جریوی امکان داره تو سر زنامون بزنه برای همین رأی ندادن حالا پریسا خانم ببین چه وقاتی میکنه میکنیم انگار که مثلا اختلاف رأی دو گروهی که آقا بالاخره 14 میلیون هم به حرفای آقای جلیلی انتخاب کردن در واقع اعتماد کردن و ایشون رو انتخاب کردن دیگه فاصله 14 میلیون تا 16 میلیون آقا دونی میلیون رأی اخ... خال... این خانم بیشور نمیفهمه اون 14 میلیون 14 میلیون رأی نظامه یعنی از 90 میلیون مردم ایران تای ته تایش با تقلب اینا شما 14 میلیونی تو مملکتی که 50 سال رسانه و همه چی دستتونه نمیفهمه اونایی که رای ندادن اگر بنا بود رای بدن به پزشکیان رای میدادن بفهم بیشور افرادی که رای ندادن که نمیومدن به دلاسچه که حالا باید بشینیم تحلیل بکنیم ببینیم که سفادر اون رای نمیدن بیشتر میشدن چی خلاصو شورای اسلامی آلانتاسار را شما فکر میکنید اون مثلا 50 60 درصدی که دور اول و دوم رای ندادن باید به حساب آقای پزشکیان و زن زندگی آزادی منظور بشه عجب خانم پرستان نصر شما نخبه اید به دو نفر اونجا اعتراض میکنن که اون دو نفری هم که اعتراض میکنن یکیشون اتفاقا جز عقب افتاده افتادایی حامی جریان مذهبیه و داره اعتراف میکنه میگه اونایی که رأی ندادن اگه رأی میدادن به پزشکیان تو بحث خودتون خدا رو شکر خانم پرسان اصلاحی شما نخبه اید میگه که چرا فکر میکنید اونایی که رأی ندادن اگر میخواستن رأی بدن به پزشکیان رأی میدادن نمی به جلی رأی میدادن چرا فکر میکنید اون درصدی که رأی ندادن باید به حساب زن زندگی آزادی ریخته بشه خانم گاوی آقای توانگر دیگه بلتن نوشت برای آقای سلامی که 84 درصد مردم همدلن با زن زندگی آزادی من میدونم تو و علیزاده چرا انقدر از جامعه متنفرین حتی میدونم آیه محسن فیروزی که داشت صحبت میکرد چرا انقدر متنفر از جامعه قشنگ میفهمم شما فقط صرفا بحثتون روانی در حوزه سرخوردگی های اجتماعی تونه برید پیش دکتر روانشناس جدی دارم بهتون میگم یعنی این که شما دارید تلاش میکنید جنایت های جمهوری اسلامی رو تئوریزه کنید به خاطر عقده های درونیتون به خاطر که تو دخترای خوشگل ایرانو میبینی بهت فشار میاد من میفهمم برای چیه اون علیزاده برای اینکه نتونسته با چهار تا جنس مخالفش در کامیونیتی ایرانی بتونه ارتباط سالم برقرار کنه بتونه چهار تا سکس خوب داشته باشه عقده شده مردی که نتونه با جنس مخالف چهار تا رابطه خوبی داشته باشه خیلی ها بد میرسن به همین جا دیگه رسیدید به اینجا شما هم حالا خانم من نمیخوام بیشتر باز کنم دیگه خودت میدونی وضعیت چیه یک دوست پسر درست تو کل زندگیت نداشتی و میکنه آدم دیگه سیماش قاطی میکنه نه ولی چرا شما, شما اونها فاکتور آقای جدی هم نمیتونید بکنید دیگه اون اصلا رادیکال نه باستن. شما نمیتونید میخوان باش ممکن اونا قانع نشده باشن اصلا که مثلا کسی میتونه بیاد وضعیت اقتصادی و معیشتیشون رو بهتر بکنه گفتن گروه قانعشون کنه همه چی رایگان کرده بود آقای سنت رای دهی هم داریم میخوام نصاری هر وقت مشارکت میره بالا <تصفح> مشخص <تصفح> اون جامعه به رای میده دیگه میگه خانم نصاری میپیچونه نمیفهمه که معلومه که رای ندن کلا نظامو نمیخوان و بخش قابل توجهی بوده اینه که آزادی بدنی رو شما گیم. اوکی یعنی دیگه میدونیم جامعه مخاطبش که اجازه بدید اجازه من حرفم اول تموم بشه بعدا بیان سر شبهات تو آقای خراسان شما مگه بخواید کاریکاتور بکنید صحبت های منو وقت منم وارد یه بحث های دیگه میشم ها. یه نکته ای که میخواستم بگم در مورد این قضیه اینه که تناقضی ولی تو رفتار این جریان وجود داشت توی این کمپینشون تمام ببینید در عین اینکه جنبش زن زندگی آزادی رو احزار کردن وسط یه انتخابات فورس ماژوری که مشخصم هست که دغدغه مردم تو این شرایط چیه و تمام توجه و انرژی فکری دست کم اون 50 درصدی که رأی دادن و سعی کردن به شکل سلبی و ایجابی متمرکز بکنن رو کمپین خودشون در عین این قضیه بود که این جریان ضد زنترین رفتارها و بروزها رو از رفتارها و در واقع کردار اینا ما دیدیم عجب. نمونش نمونش این که تمام مدت عکسایی که روسری سر آقای امیرحسین ثابتی کردن داره میچرخه و اینکه به عنوان دختر آقای جلیلی دارن ازش صحبت میکنن در حالی آقای... که از زمین به آسمون میباره این و من این جمله ببین مثلا من دو واژه است که زیاد تو برنامه به کار میبرم از زمین به آسمون میباره شیپور از سر گشاد مینوازی چرا اینا رو زیاد به کار میبرم چون واقعا چیت دیگه ای پیدا نمیکنم در با اینا در یک برنامه زنانه آقای جلیلی به جای خانومش و دخترش آقای ثابتی رو فرستاده طبیعتا مردم بچه واکنشی بشون بدن بعد این گیر داده به واکنش مردم کاری به کنش ابتدایی نداره که شما کنش کردی در یک برنامه زنونه یک نرخه رو فرستادید اونجا <applause> بعد داره میگه که اینایی که حالا واکنش نشون دادن ضد زنن مستاقی از این باره سر داریم بگیم از زمین با آسمون نمیباری که خانم یعنی سطح وقاحت این جماعت واقعا داره واکنش مردم رو آنالیز میکنه مگه میشه تو وقتی که کنش و کار نداشته باشی کنشی که اینقدر زایست و مورد بررسی قرار ندی به واکنش میرسی شما دیگه کی هستی مردم چرا عکس آقای ثابت رو روش رو سری گذاشتن خانم <applause> یه دلیلی داشته دیگه اون دلیل رو نمیخوای به به نفت نیست خب جلیلی حرفش چنیده نشد آقای جلیلی یه همسری دارن که همسرشون برخلاف محملات و ترهاتی که خیلی ها میگن که اینها آه. رو تب میخوان در واقع به کسانی که در واقع ضد علم و ضد هر گونه مظاهر زندگی مدرن و نمیدونم پیشرفت و علم و همه چیز هستن میخوان ازشون اسم ببرن ایشون یک پزشکه در سایت نظام پزشکی بسیاری افراد هستن که عکس ندارن این که حالا خانم آقای جلیلی خانم اسمشونم یادم میدونی چون پزشک مثل دوز دیگه همیدی اه... چون مثل دزده دزده دوست ندارم معلوم بشن دزدن خانم چرت میگی طرف کلی تحصیلات کرده پزشک بشه اونم تو جامعه ایرانی که پزشک مایه فخ فروشی و خیلی داستانهای دیگه است سرش میخواد بالا کنه من پزشکم عکس نداره تا داری در و دیوار میکوبی یک دلیل بیشتر نداره چون عقب افتاده مذهبیه چون طالبانه چون طالبان اجازه نمیده که عکس زنش باشه دوست که نیست که نخواد عکسش معلوم بشه کیه پزشک به قول تو دیگه تو همه رفتی درس خوندی پزشک باشی که معلوم نباشه کی هستی خانم اذیتمون نکن برای که طالبانه حالا تو بپیچون هزار تا داستان بگو خانم جلیلی رو به درخواست آقای جلیلی ورداشتن از تو سایت حالا تو به زمین و آسمون رو به هم به دوست اطلاعاتم خود رو شک نداری داری یک سری چیزها رو تحلیل به تحلیل مطلوب برای خودت میکنی به این کاری که چون اطلاعات نداره که بگه من میدونم تحلیل داره میکنه تحلیل به مطلوب داره میکنه که دفاع کنه از جلیلی از خود جلیلی از دفاع نمیکنه داره میگه آره بابا من طالبانم تو چی میگی خانوم <applause> من رفت دقیقا چه خانوم سجادی فامیلشون بود یادم نیست این که ایشون هم عکس ندارن محملی شد برای یه یک سری لودگری ها و مسخره بازی هایی که توی این کمپین مبتزل در واقع آقای پزشکیان به راه افتاد در مورد اینکه برید ببینید دیگه نمونه هاش از حسین درخشان به عنوان یکی از کسیفترین ترین کمپینر های آقای پزشکیان تا بقیهشون دیگه ایشون که دیگه عجب عکس نداره نمادی از اینه که این طرفدار جریان طالبانه یعنی وقتی کسی که زن پزشک خودش رو پنهان میکنه با زنان مردم چه میکنه مردم برای همین دو رو بعد تو داری اینو توجیح میکنی آی این شد باعث اینکه مردم بیاد با چهار تو میگی معلومه که تو بازی انتخاباتی هم اینجور چیزها رو مردم رو میکنن به درستی هم رو میکنن که مردم با افکار طالبانی جلیلی آشنا بشن چه مالکشی واقعا آفرین آقا جلیلی به اینم یه دستی به سر روش بکشین پریسا بنده خدا تو الان دوست شاید شاید جل... جل... جلیلی اولین دوست پسرت شو چه؟, چه میدونم جز چهره های که یکی بسیار رو فضای رسانم احاطه داره ولی یکی از کثیف ترین کمپینر ها بودیشون کمپین سیاسی و از منظر دفاع از حقوق زنان وایسا دید و در واقع این چیزها رو به آقای جلیلی گفتید حتی این برای همسر آقای جلیلی اینقدر استقلال رأی قائل نبودید که شاید ایشون خودش نخواسته اصلا توی این کمپین حضور پیدا بکنه خب بر خودش بگه دیگه تو چرا میگی؟ میگی شما یه خود استقلال رأی برای خانم جلیلی باید قائل باشی شاید خودش نخواسته در این کمپین انتخاباتی بیاد و بره در مصاحبه شاید و شاید خودش بعد بگه یه توییت هم نداشت ویرا وی... وی... ویراستار چیه تو ایران کانال ایتا بالاخره خودش بعد یه بیانیه بده که من به دلایلی دوست ندارم بیام تو چه آقای جلیلی به من گفته بیا خودم نمیام خب خود خانم جلیلی هم میگه که طالبان عزیز دلم خودش که ما نگفتیم جلیلی بهش گفته نیا که افکار طالبانیه چطور تو داری الان به عنوان یک زن انقدر بیشوری داری از حکومت اسلامی دفاع میکنی که حکایت حمایت گوسفند از گرگ است خانم جلیلی هم اصلا شاید جلیلی بهش گفته پاشو بیا خانم خود خانم جلیلی شاید از خود آقای جلیلی تالبانی تر باشد شاید خود آقای جلیلی شانسی باشد که آدم بشه خانمشه که زیر پاش نشسته این آدم ته طالبان قرار گرفته شاید دیگه زن و شوهرها رو هم تاثیر میزنن شاید این خانم جلیلی است که تاثیر داشته رو آقای جلیلی شاید شاید و کاشتن در نیومد خانوم چیزی که ازش بیرون اومده پریسا جون اون چیزی که الان روشنه چیه اینی که خانم جلیلی ما میگیم آقای جلیلی یا این تف طالبانن خانم جلیلی عکساش نیست توی سایتش به عنوان پزشک توی هیچ مصاحبه‌ای هم تلا شرکت نکرده اسمش هم سرچ میکنی وجود خارجی نداره در آمریکایی میگه دیگه چیزی که شبیه اردکه قیافه شبیه اردکه شبیه اردک راه میره صدای اردک داره در میاره طبیعتا اردک بحث نداریم آقا ما میگیم طالبان کیه کسی که زنش رو نشونه میده زنش مخفیه زن تو جامعه نباید باشه همه اینا الان به آقای جلیلی میخوره طبیعتا پس آقای جلیلی طالبانه حالا به کجا میخوایم ما رو برسونی؟ و آقای جلیلی دختر نداره خب. که مثلا مثل آقای قالیباف یا آقای پزشکیان بخواد دخترش رو بفرسته توی اون برنامه هیچ دختری تو اون فامیلشو نداره خب این. اون برنامه صرفا برای دختر و همسرشون نیست کلا یک دختری در اون فامیل همسر آخه بابا بله تو رو خدا باش که حالا ظرافتی نداشی که اصلا بهتر بود کسی رو نمیفرستاد تا اینکه امیر حسین ثابتی رو بفرسته این یه بحث دیگه است اینا دیگه یه سری بحثایی که عشان. به لحاظ تکنیکی میشه بهشون ایشون ایراد گرفت ولی این که یک زن پزشک متخصصی اصلا دلش نخواسته که بره توی اون مگه تو میدونی دلش نخواسته معلومه که دلش نخواسته چون طالبانه کمپین قاطی بشه ایشون برای خودش که زندگی اجتماعی مجزایی از همسرش داره و دلش نخواسته که دخالت بکنه تو رو میفرستاد پریسا تو رو میفرستاد آیه خود پریسا رو میفرستادی پریسا تو چرا نرفتی تو برنامه خود جلیل تو رو اینجا که داری براش میمالی آقای جلیلی یه جمله خیلی مهم دیگه هم گفت در مورد این قضیه و نقدی که بهش کردن ایشون برگشتن گفتن که ما وقتی که در مورد بحث های آقازادگی ها و راند ها خای... خب الان بقول جلال‌تر جلتر بزنیم باده... رو بخ... دو خودمون رو اینجا دیگه علی صدا قاطی می‌کنه کمپین هامون در واقع بفهمون شما از دو هفته سری که می‌شنیم ازتون همه رو گفتیم تو قبل شما بیان سه نفر سه بار اینا رو گفتن بحث نه اجازه داخلی... از ما احساس عمومی مح... الان شما شبیه اون حرف برشتی که بهتر نیست که دولت ملت رو منحل کرده و به جای آن ملت دیگری رو انتخاب کند آفرین دیگه علیزاده میگه آقا بهتر نیست که دولت ملت را منحل کنه و یک ملت دیگه که داره این کارم میکنه جمهوریتونی با تغییر بافت جمعیتی داره این کارو میکنه احساس جامعه اینه که شما طالبانی تو حالی توجی بیار بریم ملت ایران دیگه انتقام اینو منحل کنه چون بخیر این ملت یه احساس داره دیگه اینم بالاخره حالا به هر شکلی با ابزار واقعی نا. و غیر واقعی نسبت به اون واکنش نشون داده همونطور که اونوریا تمام تلاششون رو کردن که بگن پزشکیان پان ترکه، پزشکیان پان پزشکان پزشکیان تجدید طلب تمام تلاش شده در ابعاد خیلی وسیع اونا هم گفتن تجدید طلب اینورم گفت طالبان خب الان اون کلا مسئله نیست مهم که ما جانب... البته بحث های مربوط به قومیت گسل قومیتی بحث هایی که بسیار پایه در مادی یعنی در یک واقعیت مادی داره مخاطرات بسیاری ای حول این قضیه با... این اینکه که با بعت... جز این کسانی هم که اعتقاد دارم های پزشکیان تو زمینه تجزیه طلبی قدم های جدی برداشته ولی اینکه شما به پزشکیان گفتید که تجزیه طلب این شما دلایل دارید ولی اونوری که به شما گفتن طالبان اونا نباید بگن <applause> تو از مال من مال من مال تو هم که مال من دیگه بحث دیگه ای نداری نمیشه که تو برمیگردی به پزشکیان به درست یا غلط میگی تجزیه طلب کلمات من میگم به درستیه اونا هم به درستی به تو میگن طالبان بعد تو میگی نه باید به من بگن دیگه من میتونم بگم چقدر وقیهید شماها وجود داره مسئله امنیت مندی که در جبهه جنگیده برای ایران گفتن تجزیه طلب به همین نه بحث تجزیه طلبی رو من مطرح نمی کنم بحث فعال کردن گسل های قومی رو دارم در موردش صحبت می منظورم اینه که حالا نمیگم هر چیزی که در این مورد گفته شد لزوما معتبر بوده و درست بوده ولی دارم میگم که دق دقیق مسئله قومیت خیلی معتبرتر از اینه که چرا حت من حت هستش برای اینکه وقتی که در دولت و... آی رئیسی به گفته نزدیکان باز. آی رئیسی رئیس نیروی انتظامی در زاهدان زده 100 تا نمازگزار بیگناه رو به گلوله بسته و اون فرد به که اعدامش کنن آفرین اینجا علیز داره درست میگه این خانم میگه نه این گسل قومیتی رو داره فعال میکنه علیز میگه آقا گسل قومیتی که خود نظام فعال کرده در سیستان و الوچستان تا نم... زده ببینید واقعا هم یه مسئله که وجود داره حالا هم خود علیزاده به خصوص پریسان اون موسه یعنی با این عقایدتون. حالا من تحصیلات دانشگاهیتون کاری ندارم اعتماد به نفستون خیلی بالاست جلوی میکروفون میای لعنتی ها. خیلی اعتماد به نفس داری خانم پریسا خود علیزم هم همینطور به اون محسن فیرودال علیز دیشب یه مقدار بالاخره ب... میدونید ب... میدونی ب... هنوز خیلی عقبا خیلی بی از این حوادث ولی بالاخره با همه بی یه مقدار فهمیده بود خیلی اعتماد به نفس دارید جلو واقعا من میام جلو دوربین 15 سال قبلش درگیرم همش دارم زندگیم تو این داستانه میخونم مطالعه بر روی مبانی فکریم کار جدی کردم خیلی ساده نیستش تو برگردی یه به الله بگی فلان فلان خیلی بعد کار فکری کرده باشی خیلی اعتماد به نفس دارید آخه چطور میتونید میکروفون بگیرید واقعا شما اگه علف بودید سالی چند بار به ما زعفرون داده بودید اعتماد به نفستون اگه علف داشت واقعا سالی چند بار زعفرون میداد خیلی وقیه به خدا بعدا اگر آی خامنی دخالت نکرد بود هنوز اونجا مسئول بود کسافتکاری کاری شده در دوره رئیسی در مورد سنیا در بلوچستان این حرف من نیست نه حرف بچه های ستاد آی جلیلیه که خون خونشون می رو میخورد خانم رزرابادی در اونجا اشتباهاتی میشه که اصلاح طلبها بعدا نه. ازش استفاده میکنن برای رای گیری و برای برای جمع کردن جمعیت چرا سیستم بلوچستان با یه قومی را ریگی فریب نمیخورده برای اینکه رئیسی داره. و دولتش میتوانست می توانست در مورد جنایت واحدان رفتار متفاوت کنه علی رضا کمیلی رفت الان داره داره علی زینه میگه تو چطور فعال کردن گسل قومیتی توسط پزشکیان که هنوز خیلی کوچیکه اینا داری میبینی پریسا و اینا داری بزرگش میکنی ولی گسلای قومیتی که خود نظام در سیستان و اینجا جز معدود بارهایی است که علیز داره حرف درستی میزنه میگه ولی اون چیزی که خود نظام انجام داده که به مراتب ابعادش گسترده تر از پزشکیانه چون پزشکیان که انو حالا بالاخره نیومده رئیس جمهورشه که درست افکارش هرچی هست ولی که در عمل که نتونسته اون افکارش رو پیاده کنه ولی میگه نظام گسل قومیتی رو در سیستان بلوچستان واقعا برده بالا واقعا این گسل ها رو شکاف های جدی ایجاد کرد علی زن اینجا داد میزنه و جالب اینا به افرادی هن که جیک تو جیک همن ولی ببین کار به کجا میرسه که از مزخرفات همدیگه به ستوخ میان و شخصا قضیه رو با خامنه ای برد و اگر آقای خامنه ای دخالت نکرده بود دولت رئیسی وزیر کشورش و استاندار زاهدان قضیه رو لاپوشانی کرده بودن یک جنایته شما دیگه از جنایت دفاع می خانم این که در اینجا وایس این حرفا چی می زنه در سیستم نه به نه به مهندسی هیبریدی مربوطه نه به جنگ هیبریدی مربوطه نه به مربوطه در اونجا یک جنایت میشه حالا علیز قاطی کرده میگه که این مسئله که پیش اومده هیچ ربطی به جنگ هیبریدی در سیستان بلوچستان نداره که شما الان با بحث جنگ هیبریدی میخوای قضیه رو بپیچی یه جمله درست کردی جنگ هیبریدی مثل استاد کرمچاله دیگه یه چیزی دور کرمچاله چه میدونم فلان واسه نفوذی یه چیزی از اینجا دشمن دوش دج خود خامنه ای واژه دشمن داره واژه اون کاربردی که واژه دشمن در ادبیات آقای خامنه ای داره در کاربرد این چپ های عقب افتاده واژه جنگ هیبریدی کاربرد داره اونا آقای خامنه ای نهی با واژه دشمن دشمن صورت مسئله رو پاک میکنن پریسا و خود علیز و اینا با واژه جنگ هیبریدی اینا پاک میکنن مونتا این بار دیگه به علیز دیگه به شعور خودش دیگه انقدر برگرده میگه خانم دور خدا دیگه با این واژه مثلا پیچوندن صورت مسئله که ما با عنوان رمز در حقیقت جنگ هیبریدی یاد میکنیم دیگه این واژه جنگ هیبریدی رو به کار نبر شعور من دیگه بهش برخورده اینجا علیز داره درست میگه آقا خجالت بکش میگه علیز داره هیبریدی مربوطه نه به جنگ هیبریدی مربوطه نه به جنگ آوه. مربوطه در اونجا جنایت آوه. میشه آقا خجالت میگه علیز داره خجالت بکش کدوم جنایت کدوم جنایت؟, جنایت ها توجیه کرده من چرا جب گرفتت تا دقدر دیگه هر چیز نامربوطی رو نسبت میدی آفرین پاچه شده صد نفر در زاهدان اصلا من راجع به اونا چه صحبتی کردم گستل قومیتی در بلوچ ها گستل من... در سنی ها صحبت میکردیم شما زدی به صحرای کربلا رفتی بالای منبر زشت دیگه جمع کنید این بسات دادن و به این شکل بچه زدن و خوشا میاد که تو همه ادبیاتش هم صحرای کربلا میاد که خودشون یه, یه تمسخری توی این هست دیگه زدی به صحرای کربلا رفتی بالای منبر خودش یه تیکه همه خود همه اینام میدونن چقدر آشورا مسخره است آره خود علیس اینجا پشماش ریختش که پریسا بابا شوخی نداره پریسا دو ب... سه برابر تو هیکل داره علیس این اگه دم دستش بودی پارت میگرد با پریسا شوخی نکن پریسا میزنه جر میده بابا این یه زمان حوادار کومله بوده چریک بوده پریسا به این شیکم و نگاه نکن این فقط رود ب... خوابه تو مردی نفس بند میاد علیف با این شوخی نکن به حرفا چیه که شما میزنید یه جوری برخورد میکنید انگار که okay, اینو تو... هیبریدی کنید ببین اینو هم هیبریدی توجیه کنید شما دیگه شما من میتونم میام بگم اینجا میگه که آره آره شما میخواد که همه چی رو میخواید با هیبریدی توجیه کنید دیگه اینم با هیبریدی توجیه کن حالا پریسا بهش میگه که هیبریدی رو که خودت هم قبول داشتی چیه جو گرفتادت حالا هیبریدی رو قبول نداری یادتونه روزی که علی واژه هیبریدی رو گفت یک سال و نیم پیش بود دیگه اوایل جنبش زن زندگی من اونم چرت پرت نگو این واژه چیه درست میکنی به واژه خودش اعتقاد نداشت خودش حالا داره مسخره میکنه واژه جنگ هیبریدی رو که الان پریسا میگه که تو خودت که تا همین دیروز قبول داشتی این هیبریدی باید... زدن این حرفا چیه که شما میزنید یه جوری برخورد میکنید انگار که اینو شما هیبریدی کنید اینو هم هیبریدی توجیه کنید شما دیگه شما, شما همه چیز رو من میتونم به کوتاه بینم برچسب هیبریدی بزن اجازه میدید من یه کوتاه اینجا در واقع مداخله دیگه, 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 دیگه بینم برچسب هیبریدی بزنید یعنی ببین یه کار ببین وقتی واژه غلط باشه شما به دروغ بیاید تو رسانه و خوشم میاد خودم وقتی که اینا گفتن جنگ هیبریدی دست و پام نلرزید بگیم خدایا این جنگ هیبریدی چیه چرا من سوادشو ندارم برم بخونم سری شعورم گفت جنگ هیبریدی یعنی چی جنگ در ذات هیبریده داری چرت و پرت میگه واژه درست کردن برای ما شما بفرمایید هر روز یه روز جنگ <صحان> هیبریدی بفهمید یه سری مسائل رو یه روزی نفهمید پریسا بهش میگه نخه شما مثل که یه روز جب نمیشه که تو جنگ هیبریدی رو بفهمی یه روز نفهمی پریسا پس پشت بحث واژه جنگ هیبریدی خانم پریسا بوده واجه واجه علیز نبوده که اعتقادی هم بهش نداشته ولی اینا خرش کردن این اومده جلوی برنامه گفته نخیر شما بفرمایید هر روز یه روز جنگ هیبریدی بفهمید یه سری مسائل رو یه روزی نفهمید به عنوان جنگ هیبریدی جنگ هیبریدی ما اصلا روز اول گفتیم روی گسل های واقعی سوار میشه و اونها رو تشدید میکنه نگفتیم که گسل واقعی وجود نداره مثل شما و دوستان نه آقای علیرضا من گفتم گسل واقعی نداره ما کجا گفتم با بسن... نه گفتم یه روز میشه علیز مجبور می نه علی همه به جز گفتمان طالبان و داعشی هیچ منطقی وجود نداره کارهای جمهوری اسلامی بتونی دفاع کنی من کی پیشبینی کردم علیز مجبور میشه جلوی نه حالا موندا حالا هنوز به خاطر اینکه الان دوباره گوشش رو میپیچونن مجبور از نظام دفاع کنه اینا. ولی این خودش میدونه دیگه راهی نداره در چارچوبه حتی منطق های در حقیقت آزمایشگاهی چون شما یه سری واژگان باید در دل طبیعت به وجود بیاد شما وقتی که واژه جنگ هیبریدی رو درست میکنی مثل اون جوجه های دو که چیز میکنن دیگه تو دستگاه های مثلا آزمایشگاهی در میارن و این واژه جنگ هیبریدی اینا چون مصنوعی است چون اینا در جای واقعی در بستر طبیعی تولید نمیشه منطقی که آقای علیزاده و دوستانشون دارن میبرن جلو این منطق ها منطق های رو زمین نیست منطق های طبیعی نیست منطق هایی که دارن در آزمایشگاه های سیاسی برای خودشون درست میکنن به مانند غذای تراریخت است به مانند غذای ژنتیکیه برای همین که شما نمیتونید اینو گوش کنید خیلی خودشون هم اگر رنگوش گوش بخش سایبری داره اینا آره رو حمایت میکنه و خودشون هم مجبور با به خودشون دعوا کنن چون حرف از دل بر نمیاد هفت از واقعیت بر نمیاد تو اگه میتونی من نگاه کنی یه بخشش اینه واقعیت دارم جلوت میذارم حرف پیچیده ای نمیذارم حرفی که تو دلته منتها تو نمیتونی درست به زبون بیاری میبینی یه نفر دیگه نشسته داره درست به زبون میاره لذت میبری حرف دلتو دارم میزنم اینا ولی دارن حرفایی که به مثل اون غذای ارگانیک هم دیگه ولی اینا چیزایی که دارن میگن غذای در حقیقت ژنتیکیه جنگ هیبریدی و این واژگانی که شما تولید میکنید ادبیاتی که شما دارید میارید اینا رو زمین نیست اینا حتی تو عالم هپروت هم نیست خیلی ممنون بانو با بهناز اولین بارتونه فکر کنم استیکر گرفتید زنده باشی. وجود نداره آی گفتن گفتن گسل ها از ابتدا در تزیز زندگی آزادی گسل این همه تماما مهندسی شده و تماما این مقالته دیده. بود که آی خراسانی گفتن و این مقالته مرد پوشالینه من اصلا این جمله خانم نصر و دای گفتن که این رو این گسل ها فعال کرد این گسل ها فعال هست این گسل منظور از فعال کردن گسل ها الان سنگ پا گم شده یعنی استفاده از اونها برای هدف خاصی این فرق میکنه این کار نمیکنه یعنی یک امر کردن برای کمپین انتخاباتی شما اگر جملات فارسی و کلمات مشخص منو متوجه نمیشید و اشتباه تعبیر میکنید مشکل خودتونه از دستگاه تفسیر و دستگاه ادراکی خودتونه مشکل نه از من ارادت دارم با شما دعوا ندارم به نظر من اقراق آمیز ندارم این تفسیر آقای علیزاده است که متاسفانه شور حسینی گرفتتشون الانم ایام محرمه و حرفای بی ربطی زدن که واقعا منو عصبانی کردن به معنای واقعی کلمه عصبانی کنیم آقا حالا ادبی یعنی من خودم از اون ادب چون عصبانی شدم نه خود هم نکته اینه که با این کو، این گسل واقعی هی شما میگی سلبی سلبی نه چه 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 سلبی شما اصلا جنب جنبش چرا اجازه بدید یه چیز بگم ببخشید سری میگم جنب کنم شما بفرمایید نه جنبش سلبی نیستش هم خب یه بخش دعواشون طولانی بود دیگه بقیه‌اشو نمیذارم. منتها بخش آخر علیزاده نکات خیلی مهمی رو میگه. یعنی یه بخش خیلی طولانی این بخش خود علی من باز مجبور شدم کوتاه کنم که نکات زیادی رو میگه و صحبت میکنه که دیگه اعتراف میکنه خمینی و خامنه ای در راستای مسائل اجتماعی خیانت کردن به ایران و بعد محاکمه بشن و حالا این صحبتاش نزدیک اینجا هم 7 دقیقه کار داریم زمان هم اصول دولت رئیسی و بقیه ارکان نظام هم اونا منفعل نبودن اونا امکاناتی داشتن و میتونستن از این باهوشتر باشن میتونستن از این فعالتر باشن و گیر نیفتن میتونستن کاری کنن که پاییز 1400 به این راحتی اتفاق نیفته خیلی خیلی ساده است کافی بود که حرف جامعه شناسای حزب امام صادق رو گوش کرده بودن هرگز نمیوردن اون گشت ارشاد برای همین که تو... نباید به نظر من ما تنبلی ها, ها، سوء مدیریت ها و یه به شکلی رفتارهای خیلی عجیب غریبی که توی همه ارکان نظام تو همه جناح هم هست رو بیا بیش از اندازه رشنالایز علیز یه دقیقه وایس علیز من فقط بهت یه چیزی هم بگم با پریسا هم بحث می‌کنی فقط من یه جمله به این پریسا این احتمال زمانی که این خانم هنوز حزب کومله بود و چریک بود و اینا اگه پشت لپش هم ببینی ستاره جریان فکر کنم حزب کومله هست اه و اه خیلی مراقب باش پریسا فقط رود بخوابه تو کار تمومه اینو خواستم فقط بگم که از نظر تو جستت خیلی ریزمیزه این مثل فیلم مورچه میمونید و من خواستم بگم که یه خود مراقب باش اون اولی هم که صحبت کرد آقای محسن فیروزی فرد بسیار خطرناکی افکار بسیار خطرناکی داره در مونیخ در دانشگاه مونیخ داره اونجا ذهنها رو شستشون میره دوستان میتونن از آلمان اقدام کنن یه همچین آدمی بخواد با این افکار خطرناک مقصشوی کنه خطرناک طرفدار گشته شا طرفدار گروه حماس طرفدار گروه های تروریستیه و الان هم نگاه کنید مثلا پست آخرش اینه باز هم در گوش زمان پیچی توی صحن دانشگاه توی کوچه پس کوچه های انقلاب باز هم در یک صبح قمنگیز بغض یک ملت شکست اولا شما امتید باز هم بدرقه یک سرواز گلی از گلستان گلگون میهن و پیچیده در پرچم سرنگ الله اکبر آری ما ملت امام حسینیم و ایران حرم است من شاشیدم به امام حسینت این هم خواستم فقط خیلی آگاهانه بگم اما بریم به سمت علیز اینجا بخشای علیز خیلی مهمه عقلانی جلوه بدیم. نه به نظر من من تو با م... بالا با نمیخوام اسم بیارم ولی با آدمایی که در داخل خود دولت رئیسی که صحبت کردن نماز کشته ارشاد تعجب میکنن که حاجاقا چرا اینو قبول کرده چون حتی معاون زنان گفته بود که نباید بیاریم اون خب میگه که حتی تو دولت رئیسی هم بعضی متعجب بودن که چرا رئیسی زیر بار گشته ارشاد قبل از شهریور 401 رفته یک گفته بود نباید بیاریم از بین وزرا خیلیشون گفته بود نباید بیاریم تو تابستون 1401 و بحث این بود که خود حاجی رئیسی قول داده بود گفت نه نه حتما برش می‌دارم ولی بر نداشته بود خب برای همین الان من بیام اینو رشنالایز کنم بعد کل تفسیرم اونور بندازم یه مرزا شاید کمک به اصلاح بقیه مسائل در آینده نباشه حالا یه نکته بود یه نکته دیگه من اصلا خودم بگم و اونم این شرمنده اینکه فقط ممکن آفتاب بزنم و نماز اون قضا بشه میگه ببخشید آقا حالت من میشه من حرف بزنم اینجا شاید آفتاب بزنه نماز ما قضا بشه بزن خفه من شاشیدم به نمازت وسط جلسه داره میپرد تو صحبت طرف که آقا نماز الان آفتاب میزنه من باید نماز خاک تو سر عقب افتاده هاتون کنم شما هر چقدر تحصیل کنید باز گاوید به همین 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 که تو اعتقاد داری آفتاب بزنه بعد نماز بخونی بیشوری <تصفيق> <تصفيق> من من جمله آخر رو بگم من جمله آخر رو بگم که بگم خود بحث من تموم باشه و بحث آخر من اینه که من این همه حرفایی که میشه مطرح شد حالا آقا محمد رضا اومد بحث رو طالبان ولی شما بخیر خیریتی تو این بحث بود و اون خیریت هم که من به نیرویی که اومدم میگم آقا من میخوام بیام تو ادالت خواهی تو استعمار زدایی در ایران دخالت کنم خب کمک کنم خب دانش درست کنم حالا امثال ما غیر خودی هستیم که کاری هم ده حد. ده حد این که نمیتونیم بکنیم در حد حد اینکه دانش بسازیم همین دانش ساختنمون هم دانش بسازیم تا همش تو کار ساختن یا روایت بسازیم هم روایت بسازیم دانش بسازیم اولا که تو در این حد نیستی یه چیزایی بگو که آقا ببینید رخت دانش ساختن اینا در تن شما عقب افتاده چپ خیلی گشاده بیاین خود بسازید اولا روایت آدم نمیسازه روایت رو آدم روایت میکنه دقیقا یعنی حادثه ای رخ میده شما باید با امانتداری اون, ر... اون حادثه رو روایت کنی ساختن روایت که نشانی بیشرافتیه دانش هم نمیخوای بسازی شما قبلا اشاره کردی در راستای رئال پلیتیک باید داستان سازی های خودتون رو بکنی روایت سازی های خودتون رو بکنی. پیچوندن های خودتون رو بکنی مثلا شما در دانشی که میسازی اینی که آقا اگر زدین هواپیمای اوکراینی رو زمین میای دو ساعت تئوریزه میکنی که نباید گردن بگیریم شما حرفایی که من, من, اینو به جان بچم راست میگم به خودت اصلا من داشته باشه اگه که لازمه برای که لازمه جبهه مقابل ما میخوایم کامل بشکنیم چون تو برنامه با فعالی جپه مقابل من من کار روانشناسی بلدم دیگه برای همین دارم این کارو میکنم مقابل در همه سوها که از سخنی غیر از جریان مذهبی میخواد ازشون دفاع کنه رو دارم میزنم حالا تو بیشتر اکتیوی میزنم بیشتر هرکی با همش بیشتر برفش بیشتر تو بیشتر فعالی خب برای همین بیشتر میزنم مگه نه اصلا من نمیتونم به تو حسادت داشته باشم به خصوص به دندونات که اصلا نمیتونم حسادت داشته باشم بنابراین ببین مسئله ای که وجود داره باشه یه صدای بیرون اومد داشتم گوش میکردم صدا چیه صدای عجیب غریبی بود پسر همسایه‌مون بود, بود. داشتم گوش میکردم پسر من نباشه نه سره سرابی انا شما نشدید یه داد شدیدی بیرون تا اصلا نمیتونم به استدیوت به استدیو هم نمیتونم حسادت داشته باشم که صدای هر چیزی توی استدیوته بنابراین این مسئله اینه که اگر ما داریم میپردازیم بابت این مسئله اما یه چیزی رو به جان عیزانم راست میگم تو یکی از بی سوادترین و بیشعورترین افرادی هستی تو و آقای رایفی پور اینو خارج از هر نوع حسادت که نمی... نه... به خصوص به آقای رایفی پورم که به قدر 157 اش نمیتونم حسادت کنم به خدای ایران قسم اه... چه آخر... ه... اصلا هر نظر بگیری مکان زندگی هرچی من نمیتونم به شما حسادت ده. ولی واقعیت این دارم به ایزان هم بیشورترین آدم هایی که تو زندگیم دیدم تو حوزه سیاست رایفی را پور و همین علی علی زادن منطقه چون شما دوتا اکتیف تر هستید بیشتر توی تارگت من میایید خیلی میشورید تو دانش بسازی هر اون لقمه تو دانش بسازی دو زاری ما اومدیم دانش بسازیم تو غلط میکنی تو اومدی به کفخابی اف... اف... تو خونه دوستات به یه خونه سیمتری برسی که رسیدی خب دو هزار بار به مونجم که تهمت نفوذی و غیره خب. و غیره میزنن خب من دارم میگم که آقا وقتی که من دارم میبینم که خود من اون سمت قبلا بودم این مسائل فرهنگی این دو قطبی اینجوری باعث میشه که اصلا جامعه نتونه عمیق شه جامعه سطحیه ولی این سطحی بودن دو تا صد داره میگه جامعه سطحیه نظام تو سطحیه که سلف دانشجویی رو عوض می‌کنه نظام تو سطحیه رهبر الدنگ تو سطحیه که برمیگرده میگه که هجاب امریس هم حرام شرعی و حرام سیاسی رهبر الدنگ تو س... چیز سطحیه که برمیگرده تو روزی که میخواد حمله نظامی کنه به اسرائیل حمله نمایشی کنه به اسرائیل حمله واقعی و با اصالت و در قالب طرح نور علی زنان ایران انجام میده چون حمله ای که به اسرائیل کرد حمله فکر بود ولی حمله واقعی رو به زنان ایران کرد وقتی که یه حکومتی در اون رس یا همچین کارایی میکنه اون در حقیقت سطحیه نه جامعه جامعه ما اتفاقا میگه عمیق باشه حکومت آقا نمیشه که اونی که قدرت داره جامعه رو داره هدایت میکنه به سطح نمیشه شما بیاید حجاب و مجبوری کنید بعد ما میگیم آقا چرا مجبوری جامعه رو سطحی نکنید دیگه ته خواسته شما اینه که حجاب برداشته بشه هر زاده این اول خواسته تو بوده که هجاب و به زور کردی من میگم نباشه به من میگی تای خواستت این هجاب و برداری شیخ بودم که من و همش توی خواسته دو سواری زنان در دهی هفتاد رفتن زنان به ورزشگاه در دهی هشتاد و بحث هجاب در دهی نوت نگه میدارن یه سبزشون رو که مسیح الانجاد بودجه میگیره بیاد اینها رو مرتب پررنگ کنه و هر دستگیری حالا بی بی سی نشون میده و غیره ولی استادش هم که اصلا سر این قضیه محکم وایسادن تا جایی که من اصلا به نظرم منفعت همشون با همه که این بازی سطحی یکیشون بگیره و هم... حالا ببین از همین جا شروع میشه دیگه آروم آروم داره اعتراف بده حالا میخواد بگه خودمون گند زنیم منتها نمیخواد گند در قبول کنه دیگه ببین این الان ریخته رو زمین وقتی که میریز زمین خانومم میاد مجبورم بگم که پسرت ریخته یعنی بنزم گردن بچه هم یه اولش میدادن گرن... که بعد یه خود راست هم گردن بچه آروم آروم دیگه یه واجبش میگن من ریختم مثلا چون اگه خدا نکنه ما یه چیزی رو زمین بریزیم اون پارمون میکنه حکایت اینه گنده زده حالا نمیخواد بگه که گند خود نظام زده من احساس میکنم این گند و یه بخشش اپوزیسیون جده یه بخشش و اصلاح طلبا زده حالا میخواد شریک برای گند پیدا کنه پدر سوخته پدر سوخته خب گول آزادی بده اولویت پیدا کنه من فکر میکنم که این سطحی نگه داشتن جامعه ایران گل مسائل حالا فرهنگی به شکلی فقط یک سم نداره این جنگ هیبریدیه ساده نگر میدونن یه بخش جنگ هیبریدیه بگو اصلاح طلب اصولگرا و برانداز همزمان هر سزاشون با هم دخیرن که من به این فکر نکنم که جای ایران تو نظم جهانی جدید کجاست را حتی میدونی این مراحل امیدانه 2017 وقتی که برم مثلا برای 2022 میخواست بیا چهار ماه اول باز مجبور بودم این حرفا رو بزنم دیگه آقا نه هجاب این ماه اول اتفاق زن زندگی آزر نگاه کنی حرفای من نزدیک همیشه دو سال از من عقب تری تو تو همه زندگی دو سال از من هم. دقیقا داره امیدانه شهریور 401 مهر 401 آبان 401 رو بازی میکنه میخواستم باز همچنان ببینم راهی داره توی فضای واسطه گری یک فضایی رو ایجاد کنیم از درون نظام همچنان یه اتفاق خوبی رو رقم بزنیم همین رو شروع کردم آقا نگاه کنین مسیح نژاد و آقای چی شاهین نژاد و اینا شاهین نژاد آیه شاهین نجفی اینا میگن که حتی اگه جمهوری اسلامی حجاب بذاره که نه اینا خب فلان کنن اینا این اینا میگن این جوریه تو رو خدا این حجاب بحث صهیونیستی نه آقا حجاب بحث صهیونیستی نیست حجاب بحث اپوزیسیونی نیست بحث بیماری جریان تشیع است نه اینکه من اون موقع نمیدونستم من داشتم تو اون نقش همچنان تلاش میکردم که بتونیم از درون نظام حرکتی کنیم این تازه داره میبینی دیگه راهی نداره محکم وایسا پشت نظام تازه سرشو داره باز میکنه قدم قدم یه مقدار بیاد اینور خب بیا غور بودت برم فوکس مرسی بابت استیکر بتیم ما فیلم کجا خواهد بود خب قراره که توی بریکس چند درصد از داشته باشن آه، آه. تو به یه سیاست دیل رو گذاشتن کنار هر اون لقمه آخه تو به واسطه اینکه فقط بری تو بیدیکس به اگه بیدیکس هم دقیقا بدونی چیه به خدا اگه الان ازت بپرسم که کشورهای بیریس کیان من من میدونم و ولی تو نمیدونی من الان میتونم روزه هم بگم که پنج کشور ابتدایی هن برزیل، روسیه، هند، چین و برزیل بر... و آفریقای جنوبی این پنج تا که آرژانتین و ایران هم الان درخواست دادن وارده شدن هفت کشورن ولی قربون شکلت برم ابریک چی به تو میاد کشورهای غیر اروپایی سرمایدار جهان پنج تا کشور اولی که قدرت در حقیقت اقتصادی هستن و البته توی جهان غرب تعریف نمیشن برزیل آفریقای جنوبی روسیه هند و چین که بعد جمهوری اسلامی و آرژانتین هم بهش وصل شدن خب تو الان وقتی که تو دستت خالیه چی میخوای به تو برسه هی معلومات معلمت باید بحث بریکس کنیم شو بابا مشکل ما اصلا جامعه ای که درگیر سر حجاب جامعه ای که برای 1400 سال درگیر اون حسین حرام لقمه شرقره از گوه میخوره که صحبت بریکس میکنه غلط میکنه صحبت شانگهای میکنه جمع کنید این مسخره بازی ها رو قراره که با تغییرات اقلیمی چه کار کنم من قراره که با دانشهای دانش‌های جدید چه می‌دونم هوش مصنوعی چی خواهر کنم من جام تو دنیا آینده کجاست سوالای خیلی خیلی کلیدی برای کشوری که میخواد استعمار زدایی کنه و بتونه خودش رو باز کنه جامعه ای که هنوز که هنوز درگیر مسئله ابتدایی جنسیه خیلی از زنها خیلی از مردا نمیتونن ازدواج کنن داستان خودشون دارن اصلا هر چیزی جامعه ای که هنوز درگیر مسئله جنسیه نمیتونه چهار تا کلوب شبانه داشته باشه چه هم برای زن هم برای مرد ما تو همین اسپانیا برای زن ها الان کلوب داری میرن تو این کلوب جامعه ای کنه درگیر مسئله جنسی تو برای من داری صحبت هوش مصنوعی و در مورد بریکس و اینا صحبت میکنی یه رژیمی که اینقدر اسلام زده جامعه چون اصلا شما وقتی هورمونات کار نکنه مغزت کار نمیکنه نصف زندگی مسئله سکسیه که الان کشور ما درگیر جوونه خود برای جوونا بچه 20 ساله تا 30 ساله نقد ما الان چه تعداد جوان 20 سال 30 ساله داریم که تو زندگیشون یه بار سکس رو تجربه نکردن جامعه بخشی از داستان زن زندگی آزادی انقلاب جنسیتی جامعه ای که شما درست کردید با اسلام کسافتی که درست کردید جامعه رو سکس زده کردی جامعه ای که هنوز یه دونه در فروشگاه درست حسابی فروش لوازم سکسی نداره یه همچین جامعه ای تا دارید آمار بریک صحبت میکنی؟ خودت هم اگه عقب افتادی شدی تو لندن به خاطر نداشتن سکس درست حسابی بوده انقدر بیشور شدی آخرش هم که اون بدبختی حاضر شد با تو ازدواج کنه او... اصلا من سوال ندارم ج... تهاجم فرنگی باشه من شد. من در درد این و پریسا و اینا رو به خدا میدونم چیه آقا الاز من کارم روانشناسی من ببینم یارو حرف میزنه میفهمم سرخوردگی های اجتماعی در حوزه سکس باعث میشه یارو بره طرف جمهوری اسلامی ما اگر رفتیم طرف جمهوری کاملا متضاد این قضیه بودیم بابا اینا انقدر التماس ما میکنن پشت من نمیتونم بیام خیلی دار رو کنم این قرمو صدقه فلان بخدا 20 دقیقه 20 دقیقه هر کدوم برای من, من وایس میدادن گل درشت زمخت واقعا زیب زشتی که تا این سالها مطرح شده نه من فرهنگ ایرانی کجا میخوام بمونم تو جایی که هیچی واقعی نمونده همه چی داره حل میشه تو فرهنگ جهانی و آمریکایی و غیره فرهنگ فرهنگ بومی من این سوال وقتی فریم نمیشه برای که فرهنگ آمریکایی حتما فرهنگ برتریه دیگه من به اونی ایرانگرا دارم میگم ما که اعتقاد دارم فرهنگ ایران برتره ولی حتما فرهنگ آمریکایی برتر داره قورت میده دیگه وقتی که من در عمل میبینم که جامعه من بخش قابل توجهی الان نزدیک 7 8 میلیون 14 میلیون 7 8 میلیون به طالبان رأی دادن شما هم به عنوان تحصیل کرده یارو توی مونیخ نشسته استادیار دانشگاه مونیخ طرفدار طالبانه وقتی که جامعه ما همچنان داره برای حسین سینه میزنه پس حتما فرهنگ آمریکا برتره تونسته دنیا رو بگیره دیگه من به این حرفم اعتقاد ندارم مادرم میگم ولی حتما باید یه چیزی باشه توش دیگه خیلی ممنون وارتان و فوکس عزیز هویت من کجا داره میره همشون میاد روی این بحثی که من تو خیابون دستگیر شمع. من میخوام هیجانی به این واکنش نشون بدم و بیفتم دیگه تو جایی که مغزم ازش که میشه <تص> <تص> نظرم اگه ما در روی منافع ایران نیست و میخوام من از منظر ایران حرف بزنیم و بتونیم همه مقصرینش رو یک اندازه سرزنش کنیم و اصلاح طلبها یکی از حتما مقصرین هستند ولی اونور اصولگرایانی که بویژه در دولت رئیسی بودن که قبل از اون در نهادهای تصمیم مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئول بحث هجاب بود یا کمیته هجاب و سیانت و غیره اینها بودن یا در مجلس بودن از اونها هم باید مواخذه کنیم که چرا ما اینجا نگه چرا ما رو گیر انداختیم تو این بحثی که کلیت جامعه ایران سه ماه تمام از اول تابستون از آخر تابستون تا اول زمستون 1401 اسیر این قضیه بشه و اسرائیل بتونه تا این حد نفوذ سیاسی در داخل ایران پیدا کنه که کاری کنه که آدما به کشتن هم دیگه دست پیدا کنن ببخشید بریم سراغ آقای رحمتی آیا رحمتی من یه جمله کوتاه میتونم عرض کنم بفرمایید بله 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 30 ثانیه همین آقای فیروزیه محسن فیروزی استاد یار دانشگاه مونیخ ببینید نکاتی که گفتید رو من البته یه جایش واقعا مخالفم ولی میخوام میگم کلیت رو میپذیرم مخالفتی ندارم اما خیلی سریع میگم آیا خامنه یه نکته خیلی جالبی داره چون ببینید هر کشوری یه, یه ها و یه توان بالقوه ای داره دیگه مثلا چین توی حوزه واقعا ما الان تواناییمون توی حجابه نه آیه فیروزی مرسی وارتانو بانو فاکس و اندیشه سیاسی شاید توانی نداره ولی تو اقتصادی تو منابع تو منابع انسانی درسته روسیه به یک شکل روسیه تزاری شاید اون عمق تاریخیش به جهت حالا اون عمق تمدنیش بعضا شاید با چین تفاوتایی داشته باشه با ایران همینطور دیگه وارد اونا نمیشم اما آیه خامنه جمله خیلی دقیقی داره چون تو اون دقیقت کانتکس است، استعمار ستیزی گفتی، عرض میکنم میگه که منکر مشکل نمیشه ایشون درست و میگه بله اینا مشکل اینا حتی عبارت دقیقت مگس میاد روی زخم میشینه رو شما م... سرتاپاتون زخمید مگس رو زخم میشینه ولی شما بگید کجاتون زخم نداره در این اسلام تشیع ما خر مگس خوبی میشیم روی اون بخش میشینیم تلاش میکنیم رو زخمتون نشین شما یک اصلا خود اسلام خود تشیع یک زخمه یک زخم تاریخیه این یادمون باشه این جمله ای که آقا مگس رو زخم میشینه جمله غلطیه برای که کلا اینا زخمن اصلا تو یه زخمی رو بدن ایران شهر جریان تشیع جریان اسلام رو تن ایران شهر یک زخمه مطرح میکنه خیلی تمثیل معناداریه دیگه درسته یعنی ثانیه سیستم گفته من مردم سر ثانیه قطع کنم لطفا سریع لطفا آره اینا کلا سیستمیاشون هزار دقیقه است اینو میگم آقا ای نی... جمله ای که در کنار اون مگس مق... روی زخم میگن میگن اصلاح باید باشه اما شما این وقت نقط قوت رو در اصلاح نقط قوت رو پاک یا ضعیف نمی کنید بلکه نقط ضعف رو پوشش میدید. اینو بذارید در کنار اون توان و اون تولید قدرتی که مسئله فرهنگ در جمهوری اسلامی داشته. خیلی ممنون. <applause> قدرت میگه خب حالا علی جواب خوبی بهش میده از میخوام من سیده هیچ جای دنیا آی خامنی بگه ب... هر کس دیگه بگه امام خمینی بگه امام دیگه بگه کتک زدن زنان برای مفایست. حجاب هیچ نقطه قوتی نیست نقطه انزجاره من تمام مسلمانانی که در جهان میشنسم در این نیست میان در جمهوری اسلامی خوششون بیاد یک از این فیلم‌ها رو متصل و میگن که آقا این جمهوری اسلامی ما قابل دفاع نیست آی فیروزی کتک زدن زنان با چماق تو ون پرتشون کردن دستمالشون کردن تو راه گذرا به خاطر اینکه دو تا از مار تار موشون بیرون بوده هیچ جای جهان قابل این این کاری که با سیاها میکردن تو آمریکا قبل از سیویل موومنت بالا برید پایین بیاید جمهوری اسلامی یه روزی بعد به خاطر این کسافت سیاست گزاریش اوزخایی کنه از تمام مردم ایران این کاری که کردن بزرگترین جنایت علیه اسلام بود علی اسلام خود اسلام در ذاتش خشنه احمقی کسافت اسلامی که 1400 تو این کشور اورفسازی کرده آخه اسلام 1400 تو ایران اورفسازی کرده. بخشی از اسلام اسلامو در دو قرن اول که قشنگ میتونید در کتاب دو قرن سکوت استاد زرین کوب بخونید که مد مدل اورفسازی اسلامی که آقای علیزاده میگه بیشتر آشنا بشید. بقیه 1200 سالش هم اگر میخواید بدونید دقیقا چه اتفاقاتی افتاده به جز 50 سال دوره پهلوی بخش قابل توجهش تو 45 سالی که جمهوری اسلامی براتون اورفسازی کرده میتونید درک کنید. 45 سال جمهوری اسلامی با تو چیکار کرده حجاب مثلا زنان ما رو آیا افسازی کرد یا اینکه برگشت گفت یا روسری یا توسری اگر افسازی کرد جمهوری اسلامی حجاب بر سر زن ایران اومده این درست میگه اسلام 1400 سال همه چی رو افسازی کرده اما اگر گفتن یا روسری یا توسری با اسید زنان ما رو مجبور کردن روسری بر سرشون بزنن بدونید که 1400 سال همین بوده تازه جمهوری اسلامی نسبت به اتفاقاتی که تو 1400 سال گذشته توسط جریانات کثیف اسلامی بر مردم ما گذشته خیلی بهترم بوده تو خیلی جا اینو بگم بتون برای که مدنیت جامعه ایران پنجاه سال دوره پرشکوه پهلوی رو دیده به اینا پروانه نداد که زن را کاملا از جامعه حذف کنن وگرنه در اون 1400 سال افسازی که ایشون میگه در اون افسازی زنان حتی نمیتونستن در یک کافه بشینن زنان نمیتونستن در جامعه صورتشون معلوم بشه و اگر رضاشا و پنجاه سال دوران پرشکوه پهلوی نبود زنان همچنان بعد با برغه میگشتن آدم حرام لقمه یه ولی با همه حرام لقمه گریش چندین قدم مجبور شد بابت شکست جلیلی عقب بشینه من اونجا بخش عقب نشینیش برام جالبه مثل طبیعت بوده و یک چیزی بوده که از لای مثل چاخ و برگ درخت از لای جامعه عبور کرده رو استفاده خفه شما با الله شاخه بودیم حرف های چیزی چون با من بگو چرا اسلام نتونست تو همین اسپانیایی که من نشستم ماندگار بشه اینجا تو اسپانیا چرا نتونست عرف سازی کنه اسلام هر جا که شمشیرش برید فرهنگش رو تونست قالب کند هر جا که شمشیرش نبرید مثل اسپانیا تیپا بهش زدن اگر در ایران فرهنگ سازی کرده اسلام بابت شمشیر است بفهم دیگه گاف نباش دیگه علیز من همین دو سال پیش قربونت برم من که با تو دعوا ندارم آلبرت مرسی هر وقتم خواستی میتونی بیای برنامه ما یه خورده بهت بخندیم من که دو سال پیش بهت گفتم تا اول آخر مجبور میشی با جمهوری اسلامی سرشاخ بشی اینم که نماد نمادهاش دیگه هنوزی جی نشده داری میگی آقا خامنه و خمینی رو باید محاکمه کنن دمیتم گرم دیگه مقاومت نکن شل کن دیگه رها کن خودتو راو کن دست دست, یاری بده ما خودمون کمکت میکنیم و هی چیز نکن انا فهمیدی خب و اینه قمینی سر حجاب اجباری گند زدن اوکی دیگه چه اصراری داری از این اسلامی که همون که تو یه بخشی از کسافت مارکسیست داریم بالا میری بسته دیگه از همون لجنزار مارکسیست بالا برو حتما باید مال اسلام هم بخوری ویلش کن اصلا نمیتونی اسلام رو در چارچوب افسازی توجیه کنی اسلام هیچ وقت در چارچوب افسازی بدون شمشیر جایی اقدام نکرده اسلام تمام افتزازی که به نتیجه رسیده در قالب شمشیر بوده با پشتوانه شمشیر بوده همچون اسکناسی که پشتوانش تلاس های اسلام پشتوانه شمشیر بوده کشتار بوده تا اینجا که قبول کردی خامنه یا خامنی گوه زیادی خوردن دیگه تو دیگه چیز نکن دیگه ادامه نده دیگه حالا اسلام خوبه این خامنه یا خمینی بدن نه آقا بدن شل کن من دو سال پیش بهت گفتم تو اینجا وای میسی وای سدی یا وای نسدی خیلی آروم باش شما حالا میخوام برام آیت خامنه ای آیت خامنه ای گفته مطمئن باشین در آینده در تاریخ ایران آیت خامنه ای این جمله دفاع از کشور ارشاد حتما محاکمه خواهند کرد خیلی ساده است خب خیلی ساده. است. هر کی گفته باشه کتک زدن یک زن با توم خوردنش آفای. با خوردن خود من در جوانی به خاطر موم بلند بود خب این چیزی است که اصلا قابل دفاع نیست و اگه کسی همچنان داره دفاع میکنه یا اسرائیلیه میخواد نسخه نابودی جمهوری اسلامی ببنده مم. من به یا میخواد جمهوری اسلامی نابود شه یا همون طالبانه که هستش د... آخرا هم بهشون گفت طالبان کسی که رای داد گفت طالبان دقیقا اینجاست که ما در ساعت چهارم و ده دقیقه بعد از شروع برنامه نه درباره عدالت حرف زدیم نه درباره توسعه حرف زدیم نه درباره هیچ چیز دیگه حرف زدیم چون تا زمانی که این قضیه باشه اجازه نمیده آف. نفس جامعه رو میگیره چون حالا شما گفتین اولویت مردم نیستش دقیقا همون جامعه ای که میگه اولویت اولا معیشته اگر طرح نور ادامه پیدا کرد خب تا همینجا بسته طولانی میشه نمیخوام ببین جمله اصلی اینجا بود که من دو سال پیش بهت گفتم دیدم تو داری در مورد ناکجا آباد و توسو و عدالت و این چرت تا پرتا داری صحبت میکنی گفتم جامعه ای که درگیر بر سر حجاب در مورد هیچ چی نمیتونه صحبت کنه جامعه ای که درگیر بر سر تنبان جامعه ای که درگیر این که مردم مشروب بخورن یا نخورن همه چیز ما گره خورده بر شریعت گفتم بهتون یادتونه اصلا معصومی گفتم آقا تمام اینه که دارن زر میزنن چرند میگن و آخرش هم به حرف من باید برسن چون راهی نداره از هر مسیری که میخواد بره میخوره به سنگ جامعه ما مشکل شریعت اسلامیه شریعت اسلامی که حتی اقتصاد ما الان ما مشکل اولمون اقتصاد نیست باز از دل داستان شریعت داره میگذره الان شما لیدی گاگا اومده یه خواننده دیگه اومده تو اسپانیا خونده نه یکی دیگه شون هم تو بلژیک بود چند وقت پیش داشت صحبت میکرد چه چقدر نه ده سوئد خبری که این چند وقت اومد خیل خیلی خیلی واقعا اتفاقی مثلا براتون بگم چند کرون اصلا باور کردی نبود 100 هزار یورو سوئد پول در آورده بابت کی؟ بابت این خالنده اسمش چیه براتون بگم بیش از یک میلیارد کرون که میشه 100 میلیون یورو فقط برای یک شب خانم کارین وانگورد خانم کارین وانگورد از نه خانم عضو واحد مالی شورای شهر استکهلم ببخشید خانمی که اومده کنسرت کی بوده اه... تیلور خانم تیلور سویفت خانم تولیر اومده توی استوکوم توی یکی از تو شهر استوکوم یه شب خونده باعث شده یک میلیارد کنون اونجا پول در بیاره ببینید تا چه فرطی پولا داره جابجا جا میشه خب این در تضاد با شریعت اسلامی دیگه یه کنسرت میتونه هزینه یک سال توریست رو در یک کشور احیا کنه تو همین جزیره قناری الان رفتن اه اه چند تا خواننده تراز اول آوردن این شوهر سابق خانوم جنیفر لوپز و من ما رفتیم کنسرتش 20000 نفر اومدن بعد بررسی کرده بودن یه عده از جزایر دیگه اومدن از شهر شهرهای دیگه اسپانیا توریست اومده از آلمان اومده بودن کنسرت رو ببینن داشتن حساب میکردن حالا ریز آمارش ندارم یک درآمد خیلی سرشاری برای این جزیره درآورده بود سرتون در نره مشکل ما شریعت اسلامیه و من به این الدن گفتم تا زمانی که شماها دارید برای من واژن موش چال میکنید در مورد توسعه در مورد چیزهای دیگه صحبت میکنید تو محاقید مشکل این کشور مشکل این کشور اسلام و جریان تشیع است و ما راهی جز اخراج تشیع نداریم من الان بعد از دو سال به بخشی از حرفای من رسیده و البته همچنان داره چرت و میگه ولی مجبور به بقیه حرفای منم برسه انقدر سرخورده میشی علیزاده تو اولا خودت که عقب افتاده ای ولی با این عقب افتاده هم که افتادی اینقدر سر خورده میشی تا زمانی که این هجاب باشه شما در مورد هیچ چی نمیتونی صحبت کنی خودتونو رو سر کار گذاشتی ما با یک فرقه طرفیم در کشور و تو هم به خاطر عقده های اجتماعی که داری داری همچنان دست و پا میزنی ولی باز دمت گم دیشب یه مقدار بالاخره دیگه بابت شکستی که خورده بودی دیگه دیدی خیلی زایست داره به شعور توی میشه بالاخره یه رگه هایی نشون دادی که بابا من انقدرم بی نیستم اینجا رو گوش کن دوباره داری چی میگی و دقیقا اینجا که ما در ساعت چهار میبنده من به یا جا بخوزن جا بخوزن بخوزن جا نابود یا همون طالبانه که هستش و دقیقا اینجاست که ما در ساعت چهارم و ده دقیقه بعد از شروع برنامه نه درباره عدالت حرف زدیم نه درباره توسعه حرف زدیم نه درباره هیچ چیز دیگه حرف زدیم چون تا زمانی که این قضیه باشه اجازه نمیده نفس جامعه رو میگیره چون حالا شما گفتین اولویت مردم نیستش دقیقا همون جامعه ای که میگه اولویت اول معیشته اگر طرح نور ادامه پیدا کرده بود خب صحبت های علیز و اینا تموم شد و من خیلی دوست داشتم در مورد محرم شرابی رم یه بخشایشو بذاریم اونتا خیلی برنامه طولانی شده 2 ساعت و 34 دقیقه شده محرم شرابی رو فردا شب بعد توپلتر نشونم واقعیت اینه من تو 2 ساعت دقیقه جمع بندی کنم دیگه به محرم شرابی نمیرسیم فقط دوستانی که در محرم شرابی برای پارسا ویدیو میفرستن ما همه رو پخش میکنیم فقط خیلی ویدیوها زیاد پارسا همش دستشه هر روزی 20 تا 30 تا 40 50 تا پخش میکنی ولی ویدیوها حجمش خیلی بالاست هی بهش پیام ندید که فرستادی فرستادی پارسا قلب براتون بفرسته در حقیقت یعنی منتشر شده تو کمپین در حقیقت رو دست منتشر میشه منم 10 تا 10 تا گلچین باز میکنم هم در کانال رو دست میذارم هم توی اینستاگرام ریش 84 استوری میکنم شبام تو برنامه رو دست پخش میکنیم منتها امشب واقعا خیلی برنامه طولانی شد نمیتونم پخش کنم در باب محرم شرابی خواهشن به کمپین محرم شرابی بپیوندید اتفاق اتفاق بزرگیه در مورد علیزاده اینا بگم ببینید شما وقتی که راهی نداری یه تعداد جماعتی هستن که حرفایی که دارن میزنن نمیتونی شما دنیای خود دنیای ذهنی خودتی ولی واقعیت اینه یه زامبی جمهوری اسلامی اتی شماها آدم عقب افتاده هستید ولی اونا زامبیان. و همین آقایی که کنارت وایستاد آقای محسن فیروزی الان عکسش رو گذاشن. این زامبیه توی آلمانه ولی زامبیه چون دفاع میکنه گشت ارشاد و واقعیت اینه که تش همه تو مجبورید با هم به جون هم میفتید هیچ راهی ندارید من من دو سال پیش به گفتم علیزاده به این نقطه میرسه رسید حالا مونده حالا پر روه همچنان هم میره بیز نوازی نظام رو میکنه خیلی بدتر از من یه روزی شاید بشه علیزاده چون میره اونجا با به من با این, این مسیری که این بچه داری میره من خیلی جلوتر رفتم با افرادی در جمهوری اسلامی من تماس میگرفتن اصلا ولی بعد از آدم هی میره جلو بعد میبینه نه این بیشرف ها فقط صرفا میخوان یک طرفه بگیرن حالا تو اگه به خاطر پول داری این کارو میکنی اوکی ولی وقتی تو عمل میبینی حتی برای پول هم اگه داری این کارو میکنی در عمل دیگه راهی نیستش که بخوای دفاع کنی حتی برای پول چون بر یه توجیه به تو بلخلی شما برنامه سازی تو حوزه برنامه سازی باید یک بر... چه میدونم یه کاهی باشد کوهی بسازی دیگه تو حوزه پروپاگانداش چجوری میخوای بسازی وقتی انقدر شورم بر سر اجا مگر اینکه چون این علیزاده چپه عقب افتاده چپه مگر اینکه واقعا مثل آقای محسن فیروزی داعشی باشی نگاه تکفیری نگاه در حقیقت عقیدتی در حقیقت طالبانی داشته باشی مگه که واقعا مثل محسن فیروزی طالبان باشی در غیر این صورت اگه کمونیست باشی خارج از بحث داعش و طالبان باشی هر باور درست غلط دیگری باشی به بنبست میرسی ولو اگر برای پول داری کار میکنی و تو به بنبست خواهی رسید همین الان هم رسیدی داری تعارف میکنی بیشتر میرسی مرسی مرسی از پارسا مرسی از چیستا مرسی از جناب دولتچه مرسی از پژمان مرسی از عزیزانی که در این برنامه استیکه گرفتن به, به ویژه جناب وارتان بانو فوکس جناب آلبرت بانو پاندایی جناب بانو بهناز جناب امانوئل جناب سامی جناب سیروس و دم همگی گرم ببخشید برنامه طولانی شد بعد این بخشو با حوصله موشکافی میکردیم همون چیزی که ما گفتیم همشون ریزش خواهند کرد در گیری هاشون زیاد میشه جمهوری اسلامی شانسی برای حیات نداره من 23 سال زندگیمو توی تو این حوزه ها گذاشتم هیچ شانسی نداره حالا الان آقای مسئول پوزیده شد زریب جمهور ما و خواهیدین مسئول پوزیده زریب جمهور اینام حتی چهار سالش شد تموم نخواهد کرد <تص> چهار سالش نخواهد منت... آماده باشید برای اتفاق بنزین آماده باشید برای اتفاقات دیگر ای این رژیم من شانسی برای حیاتش نمیبینم داره دست و پا میزنه تو باتلاق داره دست و پا میزنه این انتخابات و اینا هم که برگزار کرد همش همون دست و پا زدن است و برای همینم هم دیگه کسانی که معمولیت دفاع و پروپاگاندا از این نظامو دارن در عمل میبینن دیگه نمیتونن و دیشب در اون اسپیسشون مجبور شدن همدیگه رو اینجوری زایه کنن پریسا حمله کنه به علیز علیز اونجا دو چیز کنه حال دعوا خیلی بیشتر بود پنج ساعت اسپیسه ولی گلش این بود دیگه گل قضیه این بود دیگه حالا واقعا مگه که خیلی اعصاب فولادین داشته باشه چون صحبت های اینا رو آدم گوش میکنه من فکر میکنم بخشی از عمرم داره کم میشه برای که اینا رو وقتی آدم گوش میکنه باور کردنی نیست افرادی تحصیل کرده بشینن و گشت ارشاد رو تئوریزه کنن افرادی تحصیل کرده بشینن چرت و پرت بگن ولی با ادبیات دانشگاهی خیلی هنر میخواد واقعا و مشکل جامعه ما امروز اینه حالا یه دیوونه دیگه ای داریم تو ایران به نام دخانچی که با همین آقای پور محمدی هم مسابقه کرد این هم خیلی دانشگاهی و فلسفی صحبت میکنه مزخرف طرفدار شریعتیه اصلا آدم باورش نمیشه یعنی دانشگاه رفتید فقط مسلح شدید به ادبیات اکادمیک که چرت و پرت بگید این چرت و پرت واقعا آدم پشماش میریزه به هر حال دمتون گرم همتون رو به اهورامزه ایران میسپارم تا فردا